عنوان سمینار با خشم از طرف مقابل چه بود؟ اول از همه با این شروع میکنم که خشم احساس طبیعیه، درسته؟ کسی هست اینجا با خشم مشکل داشته باشه به عنوان یک احساس طبیعی؟ نباشه بهتره. چیه؟ دیگه با خشم عنوان یک احساس طبیعی مسئله داریم؟ واکنش یا کارکرد خشم چی به نظرتون؟ خشم پیوان با واسه ما دیگه غیر از اینه؟ در برابر چیزایی که نمیتونیم کنترلشون بکنیم، این احساسی که تو خودمون وجود میاد، یعنی ناتوانی ما سیر میکنه. به نوعی اینجوری میشه گفت خشم باعث میشه که ما در مقابل تهدیدها یا حمله هایی که خارج از ما قرار داره یا بی‌عدالتی ها چیکار کنیم؟ واکنش نشون بدیم. خیلی جاها در زندگی ما برگردم به دوران اولیه‌مون به شکل یک ارگانیسم نگاه کنم، خشم باعث میشه شما زنده بمونید در این دنیا، خشم باعث میشه که در مقابل تهدیدهای بیرونی بدنتون آمادگی درگیر شدن داشته باشه. وقتی خشمی میشین چه حسی در شما پیه؟ چه بدنتون چه تغییری میکنه؟ قدرت زیادتر میشه، آدرنالین تو بدن ترشح میشه، درسته؟ خشم باعث میشه که دستاتون تو قفسه سینه توی سرتون خیلی جاها انگار آماده میشید برای درگیری، آماده میشید برای زد و خورد، آماده میشید برای اینکه چشید یه نفر رو در میدارید. و اگر این حس در شما بیدار نشه خیلی وقتا ممکنه به قیمت زندگیتون تمام شه، به خصوص در صفحه اولیه. ولی همه داستان نیست، خود خشم باعث میشه که بدن ما به سمت یک ارگانیسمی تبدیل میشه، برای اینکه زمان مهمه، زمانی که ما خشمگین میشیم مثل درگیر شدن، مثل اینکه خرس به ما حمله میکنه، مثل اینکه یه نفر داره حق ما رو میخوره، مضطرب میشیم و خشمگین میشیم. پیغام به مغز میرسه که آقا معادلات رو ساده کن، معادلات رو از حالت پیچیده خارجش کن. بله خیر، درست غلط، بکن نکن. چرا؟ چون اگر غیر از این باشه، چون پیغام بدنم بود دیگه، عرض کردم که اگر غیر از این باشه شما ماشین داری میاد سمتت، درسته؟ حالا تخلف هم کرده یا نکرده، خلاف هم میاد یا نمیاد، آره تو بالاخره این ور یا اون ور، مگر نه زندگی به خطر میفته. پس معادلات رو در ذهن عصبانی میشیم، معادلات ساده میشه یا اصطلاحا سیمپل میشه، تبدیل میشه بله خیر. تو اینجاش من مثلا با این مسئله مشکلی ندارم، کجا برای شما تبدیل به یک آسیب میشه خشم؟ مثلا کنترلش کن، زندگیش در تعاملات اجتماعی، زمانی که ما قرار یک معادله پیچیده اجتماعی رو حل کنیم، این سرعت در تصمیم گیری چی رو قربانی میکنه؟ تصمیم درست روابط دقت ما، چون همه ابعادش رو نمیتونیم ببینیم. مادر شوهر یا مادر زنمون ما رو خشمگین کرده، جوابش چجوری میدیم؟ با عصبانیت خشمگین میشی؟ بله خیلی میخواد جوابش رو بدیگه، تو خفش رو تبعاتش چیه؟ آفره، تبعاتش قربانی شدنه یک سری ارتباطات و یک سری اصطلاحاً بهتون بگم آینده‌ایه که اگر همه المان‌ها رو کنار هم می‌سنجیدی شاید اون تصمیم رو نمی‌گرفتی. پس خیلی طبیعیه که وقتی عصبانی میشید بخواید طرف داد بزنید، بخواید با مشت بزنید تو صورت طرف، بخواید نمی‌دونم طرف رو تحقیر کنید، تهدید کنید، ولی سرعت واکنشی که شما بهش نشون میدید که گفتم طبیعیه و لازمه یک ارگانیسم زنده است، تبعاتش رو شما پرداخت میکنید که در آینده.
این مقدمه. حالا میخوام برم سر اصل موضوع. با فرض این که ما هیچی راجبش نمیدونیم، الان شما با خشمتون از طرف مقابل چه کار میکنید؟ ما چه راهکارهایی برای مواجهه با خشممون از طرف مقابل داریم؟ تنبیه میکنیم. دیگه دیگه خیلی خودم کنترل داشته باشم، خشم رو میبینم و هم کاری نمیم کنترلش کنیم. انقدر حواسم باشه، فقط انرژیشو تو بدنم احساس کنم. انکارش دیگه من فکر میکنم وقتی یه آدمی که مثلا حالش خوبه ترجیح دستم بیتوجهی بکنه به این مسئله، چون خیلی وقتا حالمون که خوبه اصلا خشمی وجود نداره برامون، مثلا مثلا من خوشحاله یه چیز دیگه ایم، اون چیزی که مثلا همیشه عصبانی میکرده دیگه عصبانی نمی کنه. کوچیکش میکنیم چیزی نیست دیگه. جا به جاش زیر لب فرش بدیم. بعد چی کار میکنیم؟ زیر لب فرش تو میدیم و تمام شه؟ نه. بعد طرف ما رو خالی میکنیم. سرش داد میزنیم. دیگه؟ همین؟ کسی دیگه کار سرزنش میکنیم. کیو؟ طرف مقابل سرزنش. خودمون یا طرف مقابل رو سرزرش میکنم در اون مطمئن برمون تخت میگه میکنم دیگه؟ که اصلا تصمیم هم یه ها میگیریم، مثلا یه تصمیم میگیریم. گفتم اصلا مکانیسم طبیعی خشم اینه که باعث میشه ذهن تو کارکرده پیچیده رو حذف کنه، تبدیل میکنه همه چیز رو به صفر و یک. درست و غلط؟ بله خیلی. چرا؟ چون هدفش اینه که تو رو از اون محلکه نجات بده در کمترین زمان ممکن. خشم رو تعویض می‌ندازی؟ به تعویض رو می‌ندازی. یعنی مثلا میگم حالا یه دونه مثلا یه هیچ به نفع من بعد مثلا ترشت شد دیگه مفاید می‌کنم. آها بزنیم جمع شه. جمع می‌کنیم یک جا حساب می‌کنیم. حسین نداریم تک تک حساب نه می‌خوام با عدقاته مثلا دیگه؟ پنهان کردن پنهانش میکنیم؟ همون پنهان کردن باشه. قهر میکنیم. قهر هم میتونه اینجا باشه. یا سرش خالی میکنیم. نوشتم دیگه؟ تخلیه میکنیم دیگه. سوال اصلی تنی سوال ممکن اینه، آیا اصلا ما اصلا مقابل خشکی میشیم؟ آیا اینکه خشمگین بشیم چیز بدیه؟ چیز غیر طبیعیه؟ همه تاوانی که ما پرداخت میکنیم بابت خشممون سر چیه؟ نه. ما از این مکانیزمی استفاده میکنیم برای مواجهه با خشممون. اوکی. من میگم راست میگی. این مکانیزم ممکنه در لحظه باعث بشه شما خشمت رو حتش بگذاریم، یعنی نه خشمگین بشی، نه طرفت بفهمه شما خشمگینی، نه سرش خالی کنی، هیچی. اما این مکانیسم ها یک تاوان داره، تک تک این مکانیسم ها تاوان داره. شما تاوانش تو اون رابطه دیر یا زود پرداخت میکنی، خیلی خیلی بیشتر از اون خشمی که قرار بود چه کنی؟ سر طرف خالی کنی. یعنی اون خشمی که اونجا قرار بود نشون بدی میری توی رابطه و بابتش تاوان. حالا میرم سراغ تک تک تاوانهایی که قرار شما بابتش بگیم. میشه خواستیم اگه این کار رو نکنیم تاوان میدیم؟ نه اتفاقا. بگیم این کارها هر کدومش تاوان داره. تاوانش هم خیلی بیشتر از اون خشم هست. شما میگه خشم مشکل نداره ولی کسی کم توی دم به دقیقه خشم میشه؟ حالا آخر سر دم به دقیقه شما میرسه با سر سر. میرسم بهش. بذاری من اول تاوان شما گفتید که این کارا رو بکنیم تاوان میدیم. بله.
تاوان نمیدین؟ بذار آخر بهش برسم. بذار اول از این قسمت برم. اولین واکنش شما چی بود؟ تنبیه. ما تنبیه میکنیم. تنبیه کردن چه جور شیوهیه واسه انتقال خشم؟ یعنی چی؟ یعنی من از طرفم خشمگین میشم یک، درسته؟ حق رو بهش نمیدم. سلام. و برای اینکه دفعه دیگه تکرار نکنه چیکار میکنم؟ تنبیهش میکنم. تنبیه مثل چی میمونه؟ باش قهر میکنم. خوب خوش هستم. از یه چیز رو خوب محرومش میکنم. آفرین. محرومش میکنم. سرد برخورد میکنم. مثلا چه میدونم تحقیرش میکنم. سرد کنم. سرزنشش میکنم. تحقیرش نمیکنم. بیتوجهی میکنم. بچه اوچه اوچه. شما زمانی که به یه آدم بالغ رو تنبیه میکنید، واکنش اون آدم بالغ در قبال تنبیه شما چیه؟ اولین حسی که اون آدم پیدا میکنه چیه؟ اون که خشمگین شد اونم قرار چیکار کنه؟ همین کار با شما تازه خوشبینانش اینه که همین کار با شما کنه. یعنی من با تنبیه کردن طرف مقابلم به جای نشون دادن حسم یه لوپ میسازم، یه حلقه میسازم از رفتارهای تنبیه بار. من مثلا چه میدونم از طرفم عصبانیم، بهش خوش میدم، ندیده میگیرمش، میرم یه گوشه میشینم دیگه بهش توجه نمیکنم. به نظرتون اون چیکار میکنه؟ اونم خشمگین میشه، اونم خشمگین میشه و اونم چیکار میکنه؟ برای خودش غذا سفارش میده، جدا میخوره. یعنی چی؟ یعنی که اصلا برای ما مهم نیستی. قهر کردی؟ جهنم که قهر کردی. توجه نمی کنی؟ اصلا به توجه نیاز ندارم. زنگ میزنم به رفیقای دوران دوست مجردیم، همه رو دعوت میکنم کجا؟ خونه دور هم باشه. درسته؟ تحقیرم میکنی؟ باشه، منم تحقیرم میکنم. ای فهم میکنی من بلد نیستم؟ منم بلدم. سرزنشش میکنی؟ سرزنش میکنید؟ اونم سرزنش میکنی؟ خیلی کار ساده ایه. بی ارزه ای؟ من کی بودی تو؟ خونی با آمانت بودی یه دونه کی؟ پیجامه نداشتی، اونا رو من برات گرفتم. پس من این خشم رو وقتی با تنبیه طرف مقابلم به هر کدوم از این شیوه ها، کسی هست ندونه مصداقهای تنبیه یه آدم بالغ چیه؟ همه میدونیم. پس یعنی کسی میدونه که آقا تنبیه کردن یه آدم بالغ چه شکلی نمیتونه، یعنی چه شکلیه؟ یعنی مثلا من ممکنه تو زندگیم دیگران رو تنبیه کنم ولی ندونم دارم تنبیه میکنم. همه ما به عنوان یه آدم بالغ پیش اومده؟ من واسه مرا تنبیه نمی‌کنم. چی کار می‌کنی پس با قهر کردن؟ خب آخه اگه ادامه‌اش بدم بدتر میشه. من کار ندارم چی کار می‌کنی. من فعلا رو بحث تنبیه هم. من می‌خوام ببینم که آیا کسی هست به عنوان یک آدم بالغ بدونه که اشتباه، یعنی اشتباه تنبیه داره می‌کنه طرف مقابلش رو؟ نمیگم نکنی تنبیه. شاید چون میگم من دوست دارم اصلا همسرم یه روزی یه فصل با کمربند بزنم. رابطه خودتونه. ولی میدونی که داری تنبیه میکنی دیگه یا نه؟ فکر میکنی داری تشویشش میکنی؟ میدونی داری تنبیهش میکنی. سرزنش کردن تنبیه، تحقیر، طعنه زدن، کوچیک کردن طرف، حتی تحت فشار گذاشتنش به لحاظ زمانی، معذب کردن طرف مقابلمون و چه و چه و چه، تمام اینها مصداق تنبیهه. همون کاری که ما با بچه میکنیم. ما اجازه نداریم یادم بالغ تنبیه کنیم. اب نداره. شما میگین داریم، میگم پس تبعات داره. یادم بالغ مثل بچه نیست که لجبازی کنه، قهر کنه. خب جان چیکار کنی؟ نمیگم چیکار کنی، ولی میگم تو بدون که پس تنبیه نمیگم نه بکنی. تنبیه که میکنی تبعات داره. من آدمی نیستم که بتونم به یادم بالغ بگم چیکار کنید چیکار نکنید. در این جایگاه نیستم. شما خودت تشخیص میدی که این کار رو بکنی یا نکنی. مثل یا لازود باش، حتی یا لازود باش، بودو 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 یا لازود باش، دید باش، دید باش، دیر شده.
نمیدونم. ببین من میگم اینا مهارته. اگر نمیدونیم تو زندگی زناشویی، تو زندگی ارتباطیمون با کسی که مثلا ما رو سرزنش میکنه چه جوری برخورد کنیم؟ من میگم تو اجازه نداری تنبیه کنی. تو وقتی تنبیه میکنی تبعات داره، با تبعاتش مشکل نداری؟ بسم الله. این که تو میفهمم چی میگی، میگی مثلا طرف من کنده. خب بابا هر دفعه ما با هر مهمونی رفتیم تو 20 سال گذشته نشد یک ساعت مثلا چیز باشه، با اختلاف یه ساعت زودتر برسیم، همش آخرش رسیدیم، همش به شام رسیدیم، همش داشتن خداحافظی میکردن رسیدیم. من میگم این مسئله تو با همسرته. خب اما تحت فشار گذاشتن یالا 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 این مصداق تنبیهه، مصداق فشار روانی که ما به یه طرف میاریم برای اینکه یه کاری رو انجام بده. حتی طرف دچار احساس گناه کنیم، یعنی چی؟ باز خود این چیه؟ تنبیهه. من با ایجاد یک حس منفی در طرفم، مگه مادر بچه رو میخواد تنبیه کنه چیکار میکنه؟ آفرین. یعنی خود این خود مادر، خیلی ما داریم دور و بر مادر زیاد داریم دیگه، که مادر چیکار میکنه؟ یه جور به نوعی ما رو دچار یه احساس گناه میکنه برای که به خواستش برسه. سلاح یعنی تمام ابزار تنبیه طرفه، یعنی ابزاریه که با این ابزار میخواد یک رفتاری رو در من اصلاح کنه، میخواد چیکار کنه؟ منو تربیت کنه. چرا میگیم تنبیه مده؟ چون قصدش چیه؟ تربیت یعنی چی؟ یعنی تغییر. ما کی هستیم که بتونیم یادان بالاد دیگر وادار به تغییر کنیم؟ عرض این بودا، یعنی با شلاق به طرف بگیم که تو باید تغییر کنیم. شو پرست؟ اینجا شما نشستیم دیگه، پس از این بگذرم؟ نیست. ولی اینکه نیست، من میگم که آدم بالغ، ما همه آدم بالغ تو میگه، من به شخصه کسی که خیلی تنبیه میکنه آدم به شدت نابالغ میدونم. هر چی تنبیهش کمتر میشه آدم بالغ تریه. نمیگم بده یا خوبه، من میگم اون آدم نابالغ با موضوعات به شکل نابالغانه درگیر میشه، هیچ جوری نمیداره، انتخابشه. تو نمیدونم، تو آدم ها تنبیه کن، دیگران تو تنبیه میکنن، مثل اینه که بگه آقا مگه فحش دادم؟ بعد میگم نه، چهار تا فحش تو میده، چهار تا اون میده. اما اگه چهار تا اون داد، تو اومده نشستی تو خونه گریه کردی که آقا به من فحش داد، اونجا رو نمیفهمم دیگه. میدید از اینجا بعدش برای من قول درک نیست. یاد گرفتن، آره، از پدر و مادرش یاد گرفته که با تنبیه کردن به خواستش برسه. و یه اتفاقی هم میفته. ببین وقتی تو بزرگ میشیم، یعنی ماها بزرگ میشیم، تنبیه تو دنیای واقعی جواب نمیده. منو میرسدی، مثلا تو فرض کن من میخوام برم نمیدونم چی، نمیدونم تو صف یه چیزی وایسم، یه چیزی بخرم. اگه یه آدم بالغ دیگه بخواد منو تنبیه کنه، باش درگیر میشم به هر شکلی، حتی که خلاف کنم. کسی اجازه نداره من تنبیه کنه، باش درگیر میشن و چالش ایده دوشون. اون آدم هایی هم که خیلی تنبیه میکنن معمولا تو زندگیشون همیشه شاکی هست، چون زیاد هم تنبیه میشن، یه دو طرف هست، یه زدی ضربتی ضربتی نوش کنه دیگه. بعضی مثلا یه سری آدم هست که جوابشون تنبیه نیست میکنن، مقام موافقشون نیست تنبیه، خب باید تنبیه بکنیم. نمیشه اصلا، نمیتونی بکنیم. من حرفم همینه. دوم مکانیزمون چی بود در مقاله؟ یعنی ما خشممون رو باش چیکار میکنیم؟ دومین کاری که واسه خشممون میکنیم انکار. مثل چیکار کردن؟ خیلی پیش میاد نه مصداقش رو پیدا کنیم؟ نه همون مثالی که خودتون زدیم دیگه، یکی مثلا یکی میزنه شوهره، میزنه تو پیشش، میگه خب حق داشته دیگه. نه ببینید خودم نمیگه نه خشم نشون میدیم، ولی میگه من از اولی کار میکنی. ببینید انکار، چون ببینید اینا همه شکل مکانیزمه.
مثلا من دارم برای تعریف میکنم. نگاه کنید، مثلا من شما رفیق صمیمی منیم. آره دیروز تو خونه بودیم، خانمم گلدون رو پرت کرد سمتم، سرمو دوزیدم خورد به دیوار. دارم میگم، من میگم که راستی هم مامانه چه خبر؟ تو انتظارت اینه که من دارم یه رویدادی رو تعریف میکنم، من خشمم کوپ است. از کجا رفت خشم؟ طرف گلدون رو سمتم پرت کرده، نزدیک بوده بمیرم. حالا دارم برای تو روایتش میکنم. آره دیشب خانمم پرت کرد گلدون رو، مامانه چه خبر راستی؟ یعنی انگار که خب رویداد نسیمون، میدونید رویداد اون قسمتش که به خشم من میخواست برسه، یعنی تازه من میخواستم شروع کنم بگم که آره الان از دستش عصبانی ام، الان سرش رو بکوبم به دیوار. اوکی، پس طرف اصلا میبینی که از اون موضوع گذشت و اصلا موضوع رو ندید، یعنی خشم اصلا تو احساس نکرده که یه جایی باید وجود داشته باشه. اون طرف آگاه نیست به این رویداد. دوستان وقتی میگم مکانیزم، ما خیلی وقتا اشرافی بهش نداریم، اصلا نمیدونیم داریم چه کار میکنیم. کسی مستاق دیگه میتونه پیدا کنه براش؟ توی دو طرف هم این که مثلا یه طرف خوردی کنه، حالا مثلا همون گلدونه که زده بعد این پاشه بره مثلا سر کارش بشینه کارش رو انجام بده، همچین چیزی میشه؟ کسی هست اینقدر بشینه کار کنه؟ اصلا فراوون همه یه کسانی که تون اتاقن بسته به میزان اون خشمی که به ما دست میده و طرف مقابلمون در موضع انکار هستیم، در این شرط نداشته باشیم که هستیم. بستگی داره. ببین این کار که میگم، تو شاید واقعا آگاهانه بنا به دلایل دیگه ای شاید میترسی، شاید و غیره و ذالک و فلان، اما این کار طرف پرداخت نمیکنه به این خشم، توی خشمو نمیبینیش اصلا، یعنی چیزی به اسم خشم در وجود این آدم تجربه نمیکنی. خشمو گفتیم هورمون داره، صورت برافروخته، مشت، تنفس، طرف واقعا اینا توش تکون نمیخوره. تو اصلا اینجوری نیست که اینا بیاد بالا بعد سرخوشش کنه. شاید میدونیم که بعدش چه اتفاقی قرار میفته، آیا مثلا مشاجره ای اتفاقی پیش میاد؟ خب پنجه میدونستم برو به دلیلش کار ندارم، به مکانیزمی که من این کار رو میکنم کار دارم. من میخوام بگم این طبعات داره، میخوام بگم انکار شما یه در آقا وقتی طرف نمیفهم بگه ما از دستش خشم بینیم، انکار ما یعنی من خودم نمیفهمم از دستش خشم بینم. این مرگم پروسه بزرگتر از اینه که به طرف ما نفهمه، من خودم نمیفهمم که از دست طرف خشم گیرم. معمولا چه اتفاقی میفته؟ خبراتی که پس میدیم چیه؟ معمولا توی اینجور این حالت ها وقتی من خشم رو نمیتونم ببینمش، یک رفتار طرفم چی میشه؟ منطقی میشه، تایید میشه. یعنی طرف من الان گلدون پرت کرد تو خونه، فردا جلوی بابا مامانش هم پرت میکنه، فردا میاد محیط اداره هم پرت میکنه. چرا؟ چون من هیچ فیدبکی مبنی بر این که این تهدید برای من دریافت نمیکنه. پس اولیش من با انکارم انگار دارم به طرفم این پیغام رو میدم که من اصلا متوجهش نمیشم، چیزی نیست. آفرین، گلدون پرت کردی، ماشین هم پرت کنی، اتفاقی نمیفته. بیایید تو محیط کارم هم پرت کنید، فقط نمیفته. پس من به طرفم اجازه میدم که بیان جون. درسته. درسته. پس که مثلا یکی از قصد میخواد شما رو عصبانی کنه، ولی خودتون از قصد مثلا نشون دین که نه اتفاق نیفتاده که مثلا اون رفتارش رو تکرار نکنه، باید اون الان اجازه این قرار رو میدید. ببین مصداقی که براش میزنی خیلی چیز نیست، این اینجوری نیست. من اینجا گفتم اصل داستانه که من خودم قادر به درکش نیستم. آره اینو داریم، ما عموما نسبت به پدر مادرمون این کار داریم. همه ما از پدر مادر خشمگین هستیم اما قادر به دیدن خشم نیستیم. کجا احساسش میکنیم؟ یعنی من از پدر مادرم خشمگین هستم و یه نوع مداخلاتی هم انجام میدم، میرم جلوتر دچار احساس گناه میشم. احساس گناه برای چی به من درمان به وجود میاد؟ برای اینکه من اون خشمم رو از طرف هم یه جور ساپریشن خفه کردم. خشمه هست، من نمیبینمش، اما چون خشمگینم و در این حال دوستشم دارم، رو خودم پیدا دچار احساس گناه میشم. به کی حمله میکنم؟ به خودم. جان؟ استرس میکنم، نه گناه. استرس که احساس نیست؟ نه، احساس استرابیه. استراب هم احساسی که بعد از احساس گناه سراغ میاد. احساس گناه موقعی که من خشم رو خالی نکردم چرا؟ چون خشم خالی نکردیم.
خشم هست. من اینکه من یه کاری کردم خشم من از پدر مادرم عصبانی میشم. پدر من یه کاری میکنه که من ازش خشم میگیرم. اینکه من مثلا فرض کنید درشتی درشتی یعنی زمانی که تو خشم دیدی. من میگم تو خشمم نبینی. به مرور که میره جلو چون خشم ازش داری به مرور چون خشم خالی که چیزی نمیگه اون خشم در تو میمونه. ما حتی از این که حس بد به پدر مادرمون داشته باشیم بهش احساس گناه میشیم. مثلا اونا یه چیزی رو گفتن که مثلا یه سفتی رو به ما نسبت دادن و ما از اون از سوالی هستیم خشم رو نشون بدیم نمیدیم و از اون سفتر رو فکر میکنیم به خودمون خوب پس من اینو حتما دارم. این احساس کنم خب پس چی کار کنیم که متوجه بشن نباید این کار رو بکنن نباید این حرف رو بزنن. میرسم بهش در احایت حرف من اینه خشم تو باید خالی بشه سر طرف. تو هر جور بازی کنی با این قضیه تاوانشو میپردازی. نه اونقدر که خشمتو نشون میدی اما اینکه چجوری نشون میدی میز دنیا جلو میرسیم بهش که چجوری نشون میدی. سه دیگه خشم با خشممون چه کار میکنیم؟ کوچیک میکنیم طرفمون تحقیر کوچیک کردن میبینم بهش اما چه کارش میکنم؟ کوچیکش میکنم. با کوچیک کردن میخوام چیکارش کنم؟ ضربشو بگیرم. آره توی چیز بودیم تو مهمونی بودیم همه فامیل بودن و اینا خانومم زد تو گوشم سر یه موضوعی حالا حتی چی تو گوشم نمیدونم بود اما خندیدیم. میبینی؟ چی تو گوشم نبود و همه هم خندیدیم. من فرقش با این کار چی اینا مصبر نتونست. نه خشبینه. یه حسار داره تجربه میکنه که داره برای تو تعریف میکنه. چی مهمی نبود؟ این کار اصلا نمیفهمم چیزی بود. اینجا من کوچیکش میکنم. اینقدر کوچیکش میکنم تا موضوع لوز شه، کم اهمیت شه. یه خانومه مثلا میگه که آره دیروز چیز میگه من شوهرم عصبانی شد و نمیدونم با کمربند یک ساعت برای میزد و البته چیزم نبود. پس موضوع خشم داره ولی میدونی اینقدر موضوع کوچیکه که به تو داره اینجور نشونش میده. یه آقا اینقدر فکر نکنی اینقدر بوده خیلی کوچیک. به کی داره میگه در اصل؟ به خودش داره میگه که آقا موضوع خیلی مهم نبود ولی چون داره کوچیکش میکنه من ما میگه ذات واقعی دنیا این موضوع باید چه خشم ایجاد کنه خیلی زیاد. پس این خشم زیاد رو ما در طرف هم نمیبینم در حد یه پسیلونی به من نشون میده در حد به خودش. پس این رو چیکار میکنه این موضوع رو کوچیک میکنه. بعد این کوچیک کردن خشم رو کجا میبره؟ تو رابطه‌شون هست. من در نهایت انتقام این ذره ذره کوچیک کوچیکا رو کجا میگیرم ازش؟ بعدم میگیرم. چیکار میکنم؟ میرم یه ذره دیگه میگیرم. خب یه دفعه تاوانشو میدی. چیکار میکنم؟ مهریه رو میذارم بهش. چیکار میکنم؟ سعی میکنم جداشم. یعنی کوچیک کوچیک نمیبینیمش، راجبش حرف نمیزنیم. بعد طرف میاد پیش شما میگه که آقا ما زندگیمون خیلی خوب بود. گاه گاهی مشاجره هم داشتیم سر چیزای کوچیک. نمیدونم چرا طلاق گرفتیم. بعد میگه خب باشه موضوعات کوچیک رو کن ببینیم چیه. اون موضوعاتی که ازش میگی کوچیکه. بعد میری جلو تک تک این موضوعات کوچیک ببینیم چه فاجعه‌ایه. تک تکش میتونسته به طلاق ختم شده نشده. چرا؟ چون کسی تمایل نداشته که بزرگ اینو ببینه. این موضوع اینقدر کوچیک شده که لوس شده. و تو در نهایت پیغام تاوانشو پس خواهد. کار ندارم برای چیش. برای چیش رو اینجا بحث نمی کنم. چهار دیگه کردن مثل این کار به طرف مقابل اجازه میدید کنم کار رو ادامه بدن جان؟ کوچیک کردن مثل این کوچیک کردن بازم کوچیک کردن. آره چون من به باز شبیه این کار عمل میکنه چون کوچیکش میکنم یه ذرهش میکنم طرف من احساس نمی کنه کار بزرگی کرده. اگه خانم من تو جمع فامیل زده تو گوشم و من موضوع رو اینقدر کوچیکش میکنم طرف پیشون میگه خیلی بسید چه مهمی هم نبوده. یه وقتا بیشترش هم میکنم، دیدونه کیف ممکنه، وقتی به بیماری طرف مقابل چقدر مریض باشه. رجب میکنم سرش کنم. چهار کنترل کنترل یعنی چی؟ قبلن هم گفتیم، احساس قابل کنترله؟ نه، احساس غیر قابل کنترله. هیچ بشری در دنیا نیومده که من احساسم رو کنترل میکنم. هیچ وقت شما قادر به کنترل احساست نیست. کنترل یعنی چی؟ یعنی که اگه من خشم گیرم تبدیلش کنم به چی؟ شادی تبدیل کنم به ترس. ما نمیتونیم چیکار کنیم.
ما چی رو کنترل میکنیم؟ رفتار رو کنترل میکنیم. آره من عصبانی هم به جای اینکه مشت بزنم به دیوار سعی میکنم هیستریونیک بخندم و خشمم پشت خنده هام پنهان کنم. سعی میکنم روزنامه بخونم و خشمم پشت چی؟ روزنامه خوندن. سرمو به یه چیز دیگه هم میکنم، یعنی خشمم بازم بیرون نمیاد. من از پس خشمم بر نیومدم. من تنها هنرم این بوده که به جای اینکه خشمم بیرون بریزم کجا ریختم؟ داخل ریختم. یا صرف یه کار دیگه میکنم، طرف از خانومش عصبانی میره که بوکس کلاس بوکس مثلا، یا خانومی که دست انسش عصبانی کجا میره؟ ایروبیک. یا مثلا هر ورزشی دیگه جودو تکواندو. کنترل تبعاتش چیه؟ تجمع میشه، جمع میشه دیگه. بیشترین آسیبی که به شما میخوره چیه؟ فیزیکی. چون خشم گفتم چیکار میکنه؟ درسته آدرنالین برای حیات ما لازمه، ولی آدرنالین برای بلند مدت سمه، میکشه تو. درست شد؟ آدرنالین؟ این خشم های فرو گفته با هم باعث میشه اون آدم کم بشه؟ حتما میشه، حتما میشه. ببین بسیار بیماری قلبی، کلیه، معده، روده، عموما ما میگیم مثلا چربی و فلان و فلان و فلان، ولی اون چربی معلومه چیزی. ببین احسن، ببین آدرنالین برای دراز مدت در خونه تو باعث میشه قند تو خونه جذب نشه، تاثیر رو انسولین میذاره، روی چیزش، یعنی جذب قند تو بدنه. من میگم حالا این کوتاه مدت اوکیه، ولی در بلند مدت بدن تو از بین میره دیگه. وقتی من مثل استرس دیگه، شما دیدی که میگن طرف اضطراب زیادی داشته باشه، خب سرکوب میکنه دیگه برای مدت طولانی. وقتی تحقیقش میکنم روی چیز دیگه نه مثلا بوکس و این چیزا باز اونو بهتره فاپریشن، ولی بازم تحقیق نمیشه که تنش تو خالی میکنی تکانه بقیه‌اش چی؟ دلیلش کار ندارم، میفهمم یه دلیلی داره که این کار یکی از اینا رو شما انتخاب میکنید، اما من با دلیلش کار ندارم، میگم هر دلیلی داره انتخاب این به ضرر شما تمام میشه دیگه. پنج جا به جا کردن مثل اینو خیلی باید بتونید خودتون نه؟ من دست بزرگ شرش نه؟ آفرین، اینجا به جاش میکنیم دیگه. دست خانم و عصبانی هم میرم سر کار، سر که خالی میکنم؟ همکارم. ها، آره یه مثلا تو محیط کار عصبانی هم میرم سر که خالی میکنم؟ همسرم. اونجا که دوستمون گفت از رئیسم عصبانی میشم، زورم که به رئیسم نمیرسه که، من سر که خالی میکنم؟ مادرم، پدرم، بچه‌م، دوست، آشنا. چیکارش میکنم؟ پس جابجاش میکنم. اگه ازم بپرسی نمیام بگم که از رئیسم عصبانی بودم اومدم سر اون همسرمو که طرف چی داره دلیلی واسش داره هزار بار گفتم انجام نداد، ولی من میتونم تشخیص بدم این طرف از اون جای دیگه عصبانیه. ما معمولا تشخیص میدیم، آره ما میفهمیم که آقا این موضوع اینقدر عصبانی کننده نبود، چی شده دفعه اینقدر اونطوری چسبوند به سر، چون ما بالاخره با هم در تعاملی. آسیب جاواجا کردن چیه؟ یکی دیگه تاوانه، یه چیز دیگه رو میده، یک پس اون ور من آسیب میبینم تو روابطم. از این طرف هم اون کسی که عامل خشم منه هیچ وقت متوجه خشم من نمیشه، پس این سیکل دائم ادامه پیدا میکنه، این چرخه هیچ وقت قطع نمیشه. شیش سرش خالی کردن بیشتر میره چه به تنبیه دیگه، سرش داغ میزنیم، نمیدونم کتکش میزنیم، اتون میزنیم، داغش میزنیم پشتش، پشتش داغ میزنیم دستش، جوابشو نمیدیم. حالا من خیلی چیز گفتم دیگه، سرش خالی کردن هم اون که تباعتش واضحه، اگه تو جوش تو جوش قبول بشه سر تا مهریه باید بدیم. ببخشید اینکه خودت رو خودت خالی میکنیم هر نرسی که میتونیم بشه. بعدی سرزنش کردن، یه دیگه سرزنش کردن، سرزنش دیگران میشه، سرزنش کردن. نه ببینید اتفاق میفته، بذار میرسم بهش، بذار اول از این بگم. جبران، تلافی نه
ما خیلی وقتا در تعامل با آدم هایی که هستیم ازشون خشمگین میشیم، انتقام رو از کس دیگه ای میگیریم، برای طرف چیکار میکنیم؟ جبران میکنیم. مثال، من از همسرم عصبانی میشم، میرم بهش خیانت میکنم، بعد میام چیکار میکنم؟ برایش گردنبند طلا میگیرم. اینکه میگم مثلا اگه همسر دیرفت خیلی مهربون شد بدون که مثلا یه خبریه، واکنش جبرانه. واقعا همینطور هست، طرف ممکنه به هر دلیل یه جورایی احساس میکنه باید برای طرف چیکار کنه؟ جبران کنه. خشمش نیست، خشمش تمام شده، با خیانت تمام شده، خاطر دیگه رفته، بعد برگشتش به سمت کیه؟ تو رابطه دیگه. من چرا دارم جبران میکنم؟ بخاطر خشم هم بداره از دیگه، دوباره برمیگرده به سمت. اینو ما هم زیاد میکنیم، این فکر نکنی فقط مال خیانته. آره خیلی وقتی مثلا خشم بچه خالی کنیم، از اون برای وامی دیگه، دوستش میکنیم، براش کادو میخریم، احساس میکنیم در حقش بی‌عدالتی کردیم، کاراشو انجام میدیم، دیدی به لالاش میزنیم، زیاده روی تو محبتی وقتی هم. در واقع اینطور آدم ها به جایی که بخوان احساس خشمش رو بکنن بهش احساس گناه دارن و بعد من نمیپذیرم احساس خشم خودش رو، احساس گناه میکنم و بعد ایچی میام در برابر این احساس گناه نسبت به اون آدم، ولی احساس خشم همیشه سر جای خودش هست. بعدش بعدی به تعویق می اندازه. تاوان جبران؟ ببین تاوان جبران که این خشمتو از شر این خشم میفته خلاص نمیشی. ببین یه مثال بزنم برات، مثل آقایی که دست یه سریالی هست، مثل سریال هفت قسمتی خارجیه، اسمش تولاد دوخه کوچک، هفتش خانوم هست، بیگ لیتل لایز، درسته؟ یه آقایی هست همیشه خانومشو میزنه سر هر چیزی، بعدش چرا میکنه؟ سریعا به دست و پاش میفته، غلط کردم، ببخشید، به شدت افراطی شروع میکنه به چی؟ توجه کردن به همسرش. یه هفته میذاره دوباره چیکار میکنه؟ دوباره خانومش رو میزنه. میدونی اصل قضیه حل نمیشه، این جبرانه باید میشه اون خشم به ظاهر یه جوری دیگه تخلیه میشه تو رابطه، اما اصل قضیه هیچ تفاوتی واسش اتفاق نمیفته. به تعبیر انداختن دلیلش کار ندارم، ولی میدونی چه اتفاقی میفته به تعویق انداختن؟ همون امکان نیست. نه ببینید، من صبح مثلا صبح داشتم چیکار میکردم، مثلا با همکارم صحبت کردم، همکارم بهم گفته که برو بیشور، اونجا جوابشو نمیدم به هر دلیلی، ولی ضبط صوت مغز من چی رو ضبط کرده؟ که فلانی به من گفت برو بیشور. این ضبط صوت رو تا دفعه بعد که من اینو ببینم چند بار گوش دادم؟ هزار بار گوش. اگه بار اول یه واحد عصبانی میشدم هزار بار هی گوشتم برو بیشون، برو بیشون، برو بیشون، برو بیشون، تا شب حالا چند واحد ازش عصبانی هم؟ هزار واحد. حالا با طرفی که میبینم انتقام چند واحد رو میگیرم؟ هزار واحد رو میگیرم. یه گذر زمان حل میکنه اشتباهه، باز میگن گذر زمان حل میکنه. ببین من میگم گذر زمان خیلی وقتا باعث فراموشی شاید بشه، اونم نه در شکل کلانش، ولی من نه نه. یکی تو کن مثلا بزنم، یکی تو خانواده بزنه تو پوشتو، تو یه جمعی خانوادگی، خب چقدر فرصت بدیم تا فراموش کنی؟ نیشون فراموش کنیم. خب پس دیگه به گذر زمان چیه؟ منطقه من بگم اگر اونجا جوابشو دادی دادی، بعدش خودم دیگه نه حالا جوابشو میدم، بذار حالا واسش دارم، بعد تا واسش دارم اینکه قرار پیش بیاد که یک ماه آینده است مثلا فیلم این سیلی زدن به تو چند بار برات پخش میشه؟ خیلی پخش میشه. احسن. هی تو ذهنت خوردی؟ داشتی موقعیش میگفتی؟ آها ما تو کنم همین جوتی میگیم. چون اگه بروزش ندی این ضبط صوته میفهمم، تو ذهنم هی پلیش میکنی، هی میزنی عقب دوباره از اول، تا ذهنت فرصت پیدا میکنه دوباره پلی از اول. این به تعویق انداختن من در اصل به تعویق نمیفته، بلکه حجمش چندین برابر اضافه میشه و یک دفعه
مثلا من ممکنه به یه نفر یک چیزی گفتم، حالا مثلا گفتم بیشور، بعد شب میبینمش سر یک چیز کوچیک ها طرف منفجر میشه، بیشور بابات نفر افرون یعنی این مثلا دیرفه میبینی که طرف مثلی واسه پشانی داره فوران میکنه سر چی؟ سر همون چیزی که گفتی و مثلا خشمش هم بروز نداده نداشته بیاد بیرون. حالا پس این توهم که حالا من نگه میدارم پنج تا رو با هم چیز میکنم، یکی دوستان گفت میذاریم جمع شه پنج تا شد یه جا باهاش حساب میکنیم، هیچ وقت پنج تا رو باهاش حساب آره 50000 تا رو به طرف حساب میکنیم. آره میفهمم راست میگی، منطق ما میگه داریم بزرگواری میکنیم. طبیعتاً طرف این حجم زیادی از احساس رو در تو خواهد دید که قاعدتاً نمیدونه، یعنی نباید باشه اینقدر، اینقدر خشم معنی نداشته. هشت دیگه چی کار میکنه به خشمتون عزیزم؟ چون عموماً تو جامعه ما که کسی از پس خشمش بر نمیاد. آقای آقا تعبا کردن برخواب فیزیکی دارن، گفتم دیگه تنبیه دیگه، تنبیه فیزیکی خودمون توضیح ندادم. نه من میگم یه نام ببرید دیگه، من خیلیش توضیح ندادم. یکیش تخلیه کردم، این مثل درس خوبیدن توجیه عقلانی. چیکار میکنیم؟ داستان آفر داستان میسازیم براش دیگه. من اون کار کرده بودم عصبانی شد. آره احسن. حالا وابسته به این که چقدر دنیای واقعی رو تحریف کنیم متفاوته. ممکنه از خودم شروع کنم، اینجا گفتی چیز کردی، گفتی که سرزنش خودمون، ممکنه من اینجوری توجیه کنم که حق داشت بیچاره، خیلی فشار آوردم بهش، حق داشت بیچاره، کارم خیلی زشت بود، حق داشت بیچاره، طرف کتک خورده از همسرش، تحت هر شرایطی و عرفی و قاعده ای و اصول انسانی ما این رو بد میدونیم. طرف با طرف که صحبت میکنی میگه خب منم خیلی بد صحبت کردم، هر چقدر بهش بگی آقا تو هر چقدر بد صحبت کرده باشی اکت یا رفتار فیزیکی حدش بیشتر از حتی بدترین فحشیه که تو بگی، طرف دیگه نمیپذیره. چرا؟ یه توجیه داره واسش که من اشتباه کردم، من مستحق این تنبیه بودم، من لیاقت چی داشتم؟ این خشم رو داشتم. یا توجیهات دیگه که بیرونیه، مثل چی؟ با رئیسش دعوا شده بود، بیچاره اینقدر کار میکنه، درسته؟ جان؟ آره از سر کار اومده بود، خیلی خسته بود بیچاره، درک کردن و آفرین. ولی در واقع اینه که طرف وقتی سر من داد زده، من هر چقدرم با مکانیسم عقلانی سازی خودم رو مجاب کنم، ببین اکثر این آدم ها تش وقتی میاد باز صحبت میکنه میبینی خشمگین هست، فقط نمیبینه خشم رو، باید با مثلا کاردک ازش بیرون بکشی این خشم رو، خشم هست و یه جایی خشمش میشه بالاخره سرریز میکنه، این خشم رو هم جمع میشه، این ایموشن بیش از حد بالاخره دست و پای طرف رو میگیره، یعنی طرف مقابل رو، و یه اتفاق ناجور میفته. فقط میخوام بگم کاری که شما دارید میکنید چیه، درسته؟ برای اینکه من بتونم به شما راهکار بگم، اولش اینکه بگم آقا دارید کاری که میکنید به کجا ختم میشه و چه تبعاتی براتون خواهد داشت. بعد میام میگم که اوکی، برای اینکه کمترین آسیبو داشته باشه بهترین راهکار چیه؟ استخدام داشتن و مقصر بودن یه خورده با هم متفاوته. ببینید ما وقتی میخوام توجیه کنیم، من نوعی تو محیط کارم مثلا میگم رئیسم از دستم عصبانیه، یه کار رو بعد به موقع میرسوندم، به هر دلیلی اصلا ممکنه من مقصرم نباشم، مثلا خواستم هفت صبح برسونم، چه میدونم هفت شب رسوندم، چرا؟ چون یک مثلا دیتای جدید اومده بود و فلان، طرف سر من داد میزنه،
سر من داد بزنه. اصل قضیه آیا اجازه داره سر من داد بزنه؟ نه. درسته؟ من ادام بالغم، میتونه حکم اخراج هم بنیمسه بذاره رو سر من داد بزنه، میتونم چا کنم با داد جوابشو بدم یا بهش بگم که تو اجازه نداری سر من داد بزنی. چرا این کار رو نمی کنم؟ از عواقبش میترسم. پس من قبول میکنم که به صلاحم نیست سر این آدم داد بزنم یا بهش بگم که داری کار اشتباهی میکنی. تا اینجاشو قبول داری؟ پس من چه کردم؟ قبول کردم. ولی اگه به طرف بگی قبول داره اینو یا نه؟ چی میگه؟ باید یه توجیهی واسش داشته باشه. پس آفرین. حالا شروع میکنم به توجیه کردن. راست میگه بیچاره، هفت صبح منتظرش بوده، حالا شده هفت شب. پس به طرفم حق میدم. یا دیگه چیکار میکنم؟ چون زیر فشار این که اون اجازه نداشته و من الان خشمگینم از اینکه اون اجازه نداشته ولی سرم داد زده و من توانشو ندارم که به این آدم باز خورد بدم، مجبورم یه چیزی بسازم که این مقدار خودم رو آروم کنم باش. رئیسا همشون میشونه، همش همینه، هر جا بری همینه. درسته؟ معلوم نیست مردی که از دیشب بازنش چه مشکلی پیدا کرده اومده سر من داره داد میزنه، من اینا منو آروم میکنه نمیکنه؟ چرا؟ چون من عامل رو از خودم میبرم کجا؟ خودم هم میزنم یه جای دیگه، میگم ها زنش چیز میده. یا مثلا از اتاق که رفت بیرون با بچه ها دیگه چکار میکنیم؟ دستش میندازیم. مثلا دیوونه خب میخواستم جوابشو بدم آه مورات سنشو کردم، میگفتم سکتر میکرم میگفتم دماغشو بگیرم مورده نفسش بگیرم. چرا؟ پس با این کار چیکار میکنم؟ من خشمم رو چیکار دارم میکنم؟ نمیبینم. این که میگم من با عقلانی سازی، با توجیه این که یه اتفاقی خیلی طبیعی هستن خب؟ بیام شکردم بگم که با همه اینا میتونه باشه، بیام بگم که چیزی نگو مثلا که الان چهار تا فوشم دارم دیگه، کی نمیده؟ من دیروز با تاکسی و با سوپری و با همه دعوا کردیم، اینم دعوا کنه. پس میام موضوع چیکار میکنم؟ این که برای یک تحمل این خشم برام راحت بشه شروع میکنم به تحریف دنیای بیرونم. تونستم یه قسمتش رو جواب بدم یا نه؟ دیگه؟ اصلا ببین مثالش رو زدم براتون، اصلا نمیتونی درک کنی که خشمگینی. مثلا میگم موضوع رئیس که رئیس میاد پیش شما، درست شد؟ و سر داد و بیداد میکنه، شما خشمگین میشی. این در کسی از ثانیه اتفاق میفته برای فرار از خشمه، چون میدونه اگه خشم تو نشونش بده چی میشه؟ اخراجت میکنه، یا میترسی، یا احساس عدم امنیت داری، یا هر چیز دیگه ای. پس شروع میکنی ذهنت خود به خود شروع میکنه موضوع رو کوچیکش میکنه، اصلا جابجاش میکنه، میگه حالا دارم براش، بذار آخر ما بشه. یعنی هی یه جوری باهاش بازی میکنم که خشمه رو نبینم. حالا اگه ما دلیل خشممون رو بدونیم و بدونیم که مثلا خشممون بیجانی نیست باشه، عوامل قبلی بوده که باعث ناراحتی شده، بعد تمام این تجربه تریا تو ذهنم هم کرده باشه، مثلا دلیل روانشناسیش هم بررسی کرده باشه، ولی خشمت توی دلیل مونده نمیتونی به طرف مقابل کارش کنی، یا مثلا میخوای با این چیزها رو بیان کنی. ببین من بزرگترین بحثم اینه، چرا نمیتونی خشمت رو به طرفت نشون بدی؟ مثلا درک نیست اصلا، رفته پیداش میشه، اصلا پیدا نمیشه. یا گذشته هست، یا یه مطالبی بوده که دیگه مثلا خیلی زیاد شده، بودم با هم انبار شد توی ذهن من مونده و نمیتونم اون خشم رو پسن با خوش رفت ابراز کنم، نمیتونم پیداش کنم، نمیتونم بگم و دیگه نمیتونم کار کنم. حالا اینجا توی این فرآیند ذهنی من ها غلبه کنم به این ناراحتی حاصل از اون خشم و شخص، باید چه کاری انجام بدم؟ بهترین پیشنهادی که میتونم بهت بدم اینه، ببینید اصل قضیه اینه، اگه طرف حتی در قید حیات نباشه، اگر این خشمی که بهش ابراز نکردی هنوز دست و پاگیرته، یعنی تو ذهنته دیگه، طرف آه پدری بوده که مرحوم شده، مادری بوده که فوت کرده، پس من میتونم ادعا کنم توی تعارضی با اون آدم داری که حل نشده. درسته؟ پس من میخوام بازم نتیجه بگیرم که اصلا نیازی به بودن اون آدم برای حل تعارض تو نیست. این تعارض درسته یه ابجکت بیرونی، یک موضوع بیرونی داره،
اما در اصل در درون تو اتفاق میفته. یعنی اگر پیش یک روانشناسی بری، چون نمیدونم خانم ازم، اگر پیش یک روانشناسی روانکاوی بری که به موضوع تو بپردازه بازش کنه، من میگم تعارف حل میشه. پیش اون که روانشناس هم بری که نمیگه مادرتو ورد بیار یا پدرتو ورد بیار یا مثلا اونی کسی که عامل این خشمه، ولی این خشم یک تعارض برای تو که حل نشده. دیگه دوستان کسی تا در اون محکم بود، اون همون تخیل هاست دیگه، در اون فکری، در اون خودمون، یه در اون خودمون، در اون فکری میکنیم به خودمون. خودخوری؟ ببین خودخوری نمیشه گفت که بگیم، چون آگاهانه نیست که. ببین طرف ما توی موقعیت قرار میگیریم و خشمگین میشیم، این خشم رو یه جا گفتیم جا به جایی میبرم، جا به جا میکنم رو کی؟ رو خودم. رئیسم سرم داد زده بیورزم، بس که بیورزم، بس که نفهمم، این موضوع کوچیکم یادم رفت، بس که با خانومم بیتوجه هم، هی میارم چیکارش میکنم؟ این کار عامل بیرونی رو حس میکنم و مقصر همه اتفاقات کیه؟ منم، منم که باید پاسخ کنم. چه اتفاقی میفته برام؟ از دست کی عصبانی میشم؟ به جای اینکه از دست کی عصبانی میشم؟ به نوعی میشه گفت چی؟ انتقام حماقت دیگران رو از کی میگیرم؟ درست شد. و نتیجتاً افسرده میشه. حتی ممکن در خودکشی هم با تحمل بار زیادی رو خودمون نداره. دیگه چی؟ حالا واسه اسمشو بذارم بازگشت. ما هممون یه جاهایی هست که بهش تعلق داریم. طرف از دست همسرش عصبانی میشه، میره کجا؟ خونه مامانش. برای چی میره خونه مامانش؟ آفرین. بازگشت میکنه به محیط و شرایطی که احساس امنیت بیشتر میکنه. حتی اونی که به خاطر قهر میره نمیگم، ما یکی که قهر میکنه بلند میشه میره که مثلا طرفو چیکار کنه؟ تنبیه کنه. ولی چه این هست در خود ما که خودمون که صادقیم، مثلا من میرسدی زمانی که عصبانی میشم از دست یه موضوعی بلند میشم مثلا چیکار میکنم؟ میرم یه فیلم یا یه کارتون دوران کودکی رو نگاه میکنم، یه رفتاری نشون میدم که تو دوران کودکی نشون میدادم، بازی میکنم، بازی میکنم. اینم زیاد ما داریم. بخشید اونه که وقت مثلا خودخوری افری دارن این پایین فهم کنیم. آفرین. بعضش میشه شد. من در کودکی با چی آرامش میگرفتم؟ با غذا خوردن. با خوردن بلعیدن. خشمگین که میشم چیکار میکنم؟ برمیگردم به دوران کودکی. هی میخورم، هی میخورم. دفعه 20 کیلو میشه. چرا؟ بخاطر اینکه خشمش تو دست پاشه. دیگه نمیخوام بیشتر از این نمیشم. اینو بیشتر اون کلیاشه. نمیدونم چی در قلم انداختم. بازگشت تامل داره. بازگشت؟ تو فرار میکنی از اون موقعیت. ببین من با شما دعوا میشه، به جای اینکه خشمم رو با شما خالی کنم، بلند میشم میرم خونه پدر مادرم. اونجا محیط سیف هست، ولی فیکه. تا کی خونه مادرم بمونم؟ مثل اینکه که مثلا من با از دست همسرم خشمگین میشم، پناه میبرم به چی؟ تریاق و مشروب و مواد و الستی و درسته ممکنه خشم منو کاهش بده، ولی تا کی مهارش میکنه؟ اونا به چیزه رفته خب نه آروم میشم من، قبول دارم، ولی نمیدونی چرا آروم بشم؟ چرا؟ من یه موضوعی پیش اومده که بابتش خشم بینم دیگه. نه
اگر روش درست و بلد نباشیم شاید یه جایی کمک کنه، ولی بالاخره این نه حتما همه ما این مسئله این مس. حالا اینو پاک می‌کنم تا برسم به اصل داستان. توجیه عقلانی چی میشه؟ جان؟ توجیه عقلانی من دنیا رو تعریف میکنم، دنیا رو از دنیا چیزی میسازم که وجود نداره، واقعیت نداره، دروغه. چی میسازم؟ به چیزی در دوران کودکی که باعث آرامش و بازگشت به گذشته است دیگه. آره دیگه، من دارم بر میگردم به گذشته که توش چیکار داشتم، آرامش داشتم، احساس خوب داشتم. یه من ممکنه زنگ بزنم به دوست قدیمی که خیلی وقت حالش هم خبر ندارم، ولی انگار منو یاد چی میندازه؟ یاد گذشته میندازه. خب همه آنچه که گفتیم به شکل چی اتفاق میفته؟ ناخودآگاه. و ما اشرافی روش نداریم. رفتار درست چیه؟ اول از همه چون بعضی بگه ساده است، میگه اول تمرین دیدن داشته باشید. ما در بسیار شرایط قادر به تشخیص احساس خشممون نیستیم دوستان. نه تنها نیستیم، بلکه از روی المان‌های چی باید تشخیصش بدیم؟ فیزیکی تشخیصش میدیم. خودش قادر به تشخیص و رهگیری نیستیم. طب میفهمیم که برف روخته است، مشتاش گره کرده، سطحی نفس میکشه، نمیدونم به هم ریخته است کلاً. اونجا میشه نتیجه گرفت که طرف خشمگینه. در بسیار موارد ما به طرف خودمون میگیم که به نظر خشمگین میاد. طرف چی جواب میده اون من؟ نه. نه، بابات خشمگینه. درسته؟ یعنی پس این خیلی مهمه. من به عنوان یک انسان بالغ باید بتونم عواطفم رو تشخیص بدم. نباید کسی دیگه بلند شه جای دیگه بیاد به من بگه آقا تو خشمگینی. اوکی، خشم تو تشخیص دادی؟ حتماً و حتماً باید طرف مقابل از خشم شما مطلع شود. حالا میرسم. بی من اول کلیت رو بگم بعد مهارتش رو بگم. من بگم شما کلیت ایراد داره بعد ببری درستش کنی. حالا تو میگی چجوری؟ میگم باشه میرسیم بهش. اون میشه مهارت دیگه. علت خشم میرسم بهش. اول من میگم برسم به اینکه تو باید اون طرف بفهمه تو خشم داری. ببخشید من اگر اون مواردی فهمیدم متوجه نمیشم. مثلا تنبیه. نه اونا رو تکرار نکنید دیگه. من راه بهینه‌شو دارم میگم. اگه اون میخواد ادامه بده که همون ادامه بده. نمیفهمید که این کار چه مجبوری دیگه با چه مهارتی طرف. میرسم بهش دیگه. بریم جلو که بگم که چیا بد بود، چیا آسیب داشت. رسیدیم به اینکه اینا تبعات داره. حالا میخوام واقعیشو ببینیم چیه. اوکی. پس اول بتونیم خشمون رو تشخیص بدیم، بعد حتما حتما به طرف مقابل از خشم شما مطلع بشه. بخواهیم رو بذار بریم جلو بهش برسیم. درسته؟ در این موافق دید یا نه در این بحث داریم. حالا دو تا موضوع وجود داره. ما یه چیزی یه وسط اشتباه میگیریم. یه چیزی ما داریم به اسم منتال یا ذهنیه، یکی فیزیکی. ما یه چیزی که اشتباه میگیریم این که ما وقتی که عصبانی میشیم چی میشه؟ فشار خون بالا، برف روختگی، تنفس تند، تنش در عضلات که تصمیم گیری سریع، کاهش فشار. تصمیم گیری سریع فیزیکی. میرسم به تو خواهی بله خیلی کنی دیگه. بله خیلی بذارم نزم چششو درم نزم قاشو بکشم نکشم.
خب ما یه بودی داره خشممون که این بوده، یعنی من طرف یه کاری کرده مثلا چه میدونم رفتم تو مغازه 100 تومن 200 تومن داره بالای قیمت میگه، عصبانی میشم، فشار خونم میره بالا، برافروخته میشم، تنفسم تون میشه، در عضلاتم احساس تنش دارم، یعنی موچای دستم یا تو عضلاتم احساس میکنم که یه تنشی وجود داره. چه اتفاقی میفته؟ میرم تو فاز تصمیم گیری سریع، بزنم نزنم، بذار حالیش کنم که با کی طرفه، با ابو که نیستم و پشت کو نیومدم. بعد بدن خود به خود تلاشش چیه؟ تلاش برای ریلیز کردن یا آزاد کردن یه فشاره. همه اینا یه فشاره دیگه، درسته؟ پیغام ناخودآگاه بدن شما میگه آقا آزادش کن، بذار بره، رهاش کن. درسته؟ پس میگه رهاش کن. من میگم این اتفاقیه دوستان، این اتفاقیه که شما از 3 سالگی توی زندگیتون به شکل اوتوماتیک افتاده. اگر از مادر عصبانی بودی وقتی که شیر میخواستی، زمانی که 1 سالت بوده حتی، چیکار میکردی؟ گریه میکردی، جیغ میزدی، داد میزدی، طرف دیدی بچه ها برافروخته میشن، سرخ میشن، دوستشون هم شفافه نسبتن. چرا؟ برای اینکه به خواستش برسه. یعنی واکنشش اینه که آقا من با این روش به خواستم میرسم. این کارم که میکنه مادر چیکار میکنه؟ چطوری عزیزم فدات شم ولی مادر بمیره؟ تا چه؟ تا 5 سالگی، تا 7 سالگی. یک اشتباهی برای ما رخ میده، ما دچار یک سوء تفاهم میشیم که آفرین، سوء تفاهم میشیم که طرف 18 سالش هم شده هنوز وقتی که دعواش میشه چیکار میکنه؟ ادای بچه 5 ساله رو در میاره، گریه میکنه، قهر میکنه، ناز میکنه، نمیدونم سرشو به دیوار میزنه. اوکی، نمیگم غلط یا درست، میگم این یه مکانیسم اوتوماتیکه که ما یاد گرفتیم تو زندگیمون که اینجوری بخواستم برسیم. اوکیه، تا یه سنی هم رسیدیم، یعنی تا یه سنی اتفاقا گریه که میکردی قوم صدقت هم میرفتن، تا یه سنی قهر که میکردی ماما میومده چیکار میکرده؟ نازت هم میکرده، نوازشت هم میکرده، میومده قوم صدقت که میرفته هیچ چیز، یه چیزی هم میخریده و میداده. الان طرف شده 25 سال 30 سالش، خونه شوهرشه، انتظار چی داره؟ انتظار داره قهقه چی بشه؟ نازی، نوازشی، یه چیزی همه سرویس طلا بخره بیاره، آقا متناسب رشد میکنه دیگه. اونجا اگه عروسک بود، اونجا اگه مثلا بستری بود، الان دیگه سرویس باید بشه، دستبندی. غافل از این که یه چیزی این وسط اشتباهه. چی اشتباه؟ دیگه من به عنوان یادم بالغ کسی که مقابلمه آیا منو غیر مشروط دوست داره؟ مادر من منو غیر مشروط دوست داشته، ولی این آدم شرط داره واسه دوست داشتن من، دوستت دارم به شرط، نمیدونم کتی بنویسه دلدگاه، ولی یه استانداردهایی داره طرف، اگه با استانداردها رعایت نکنی لحظه‌ای باد نمیمون، مثل مادرت نیست، میذاره کجا؟ در کوچه مرزن فرق نمی کنه. مثل دوستی بود میگفت که من همیشه خیلی کمرو بودی، پسر کمروی بود، استدلالش بچه های دیگه بهش میگفتن، میگفتن ما همیشه دلگاه پسیم، شب زنه بذاره تو کسی بزنش که مشکی ها ببنده بذاره سر کوچه و تو حرفی نزنی، واقعا هم همینطور بود، یعنی هیچ حرفی نمیزد. اگه این کارم باش میکرد میکرد. پس قسمت فیزیکیش قسمت اوتوماتیک شماست. برای مهار این به چی نیاز دارید؟ به تمرین نیاز دارید. این تیکش مهارت میخواد. این تیکه مثل ماشین سواریه. مثل که شما بیا من بگیم میخوام برم چیکار کنم؟ رانندگی یاد بگیرم. منم بهت میگم خیلی شفافه. یکی دو تا کتاب نهایتش 10 جلسه پشته. فرمون باید بشینی داخل شهری تا مهارت یاد بگیری، تا یاد بگیری که بعد عموم تعالیمی که ما داریم چه در مذهب چه در روانشناسی رو چی متمرکزه؟ رو اینا. چیکار کنید تا 10؟ تا 10 بشمار. الان چی باید تمرین کنید؟ این قسمتی که بتونی اینا رو تشخیص بدی و اشتباه نگیری با دوران کودکیت.
نه نه میره بالا. همه میره بالا. خب؟ نه من گفتم که تصمیم گیری سریع و کاهش تنشت. تو یه دور بالغی. تو نمیتونی عصبانی شی باشی با چاقو بزنی شکمه یکی پاره کنی بعد بگی دستم در رفت. اونجا قانون هست لغتو میگیره. ولی تو روابطت قانونی وجود نداره. کی تاوانشو میده؟ تو. دعوا این کارو کردی زره بری چیکار کنه؟ طلاق. طلاق. اونم مقابله به نصب میکنه. چرا؟ چون تو اجازه نداری مثل کودکی سریع صفر تصمیم بگیری و اجازه نداری به عنوان آدم بالغ تنشت رو چیکار کنی؟ رها کنی. بس عموم تعالیم که نمیگه این تعالیم غلطه. ببینید تعالیم رو چی متمرکزه؟ تا ده بهش مورد دیگه این که همه تو شنیدین. یه نفر جان اینا راهکاره. نه میخوام توضیح بدم راهکار هست ولی نه واسه یک پروسه. من به ذهنی شنوز قسمت فیزیکیش دست بدم دستیش میرم یه لیوان آب خنک نفسه همین. حالا که مینویسم خوب میفهمید منظورم چیه. ببین اینجا چه اتفاقی میفته؟ فشار خونه میره بالا. آب خنک بخور تا چشه؟ برافروختگی داری تنفس تند میشه و سطحی میشه. نفس عمیق میکش که چی بشه؟ میاد پایین. تنش در عضلاتت داری میخوای تصمیم گیری سریع کنی میگه چیکار کن تا ده بشمار که چی بشه؟ زمان بخره. پس ببین رو چیز خیلی سطحی دست میذاره تعالیم ما اومد میگه آقا بیا علائمش رو علائم جسمیش رو تغییر بده تا چی بشه؟ تا ذهنت گول بخوره. ببین من اگه تنفسم سطحی پیغام چی؟ آدرنالین تو خود من ترشح میشه فشارم میره بالا میخوام عصبانی شم میخوام همه چی بریزم بیرون. میگه بیا گول بزن بدن تو تنفس عمیق بکش تا دهمش مار یه دیگه ناخونک هم بخور الان پایین میاد بدن تو گول میخوره که خب خبری نیست. گرفتین؟ پس گوله میزنه. نمیگم بعده میگم که یه راه اینه جوابم میده خیلی وقتها منطقه بازم کار ساده ای نیست. اگه قبول هر که تو دمش ماره تمام شد قضیه بره بکارش این همه کشت و باطل و مقتول رو دست کسی بعد از ده تصمیم جان؟ بعد از ده هم تصمیم ترس تو هزار هم میشموره بعدش کنه میشه میره میکشه تصمیم گیری میمون برای اینکه فقط تو مقطع چیز نکنن چیز نکنن اصطلاحاً تصمیم سریع رنگی خب میخوام ذهنی رو باز کنم اینا رو پاک کنم چون مفصله. پس شد بعد دیدنش شد طرف مقابل بیداند وضعیت استیت فیزیکی بود حالا میخوام برسم وضعیت ذهنی. چی جوری من خشمم رو به طرفم نشون بدم که یک با مشت و لگد نباشه دو با استفاده از ابزارهایی که نوشتم نباشه. با کنترل شده صحبت کنیم دیگه صدامون رو بالا نبریم با آرامش دلیل خش معمولا اون ابتدای کار ما معمولا دلیل خش واسه اون چیز نیست یعنی اصلا نه واضحه دقیقا اشراف روش نداریم من برافروختم اون قرار فیزیکی رو کردیم آب و اینا رو خوردیم بعد خب یه ذره بهتر آزمون بود بس چون میگم من خشکی رفتم اینا بعد میرسه اون میشه. خب نه من میخوام بگم بدون استفاده از ابزارهایی که نام بردم مثال میزنم نیمه میگه دیر آفتلب قهوری قهرمانی که باید میگه رول پلی کنیم بذاریم بکنیم بخواه تو همجنس همانی بذاریم هم غیر همجنس که میخوام دعوای چیز کنم زنانه باش پریسا من که پریسا به راحتی اصلا نمیشه میشه آره پریسا من معذرت میخوام من دیروز یکی از دخترهای فامیل رو دیدم دیگه خیلی هم خیلی وقت بودم دیگه ندیده بودیم دیگه یک کوچولو به خیانت کردم. نمیتونم.
چه خلاف، منم هست فردا میرم با یاد فکر اصلا فقط تو بلدی، منم دارم همه توانی که دادم چی شد؟ فقط خشم نشون میشون میدم آخه این خیلی گنده است. ابنه مجبور مزید گنده بگرم؟ نه خب این آخه واقعا منطقه دارم منطقه چرا این رو خیلی برمیشه کوچیزی که میکنه در منطقه ببین برای چی میگم؟ من میگم که اوکی بعد یه جوری باشه راف میگی کوچیکو میشه مخفیش کرد. من هم دارم از سبانی شدم آچه دارم برای من مهمه واقعا در عمل کار به شدت سختیه که تو از اونو استفاده نکنی. ببین تو همین الان به چجوری کیا استفاده کردی؟ منو تحقیق کردی، تنبیه هم کردی، نمیدونم همه کار کردی. خب یعنی ورود من میگم که اتفاقا مثلا اینه، من میگم که ما که داریم خشممون رو خالی میکنیم با یکی از اون مکانیزم‌ها هم داریم خالی میکنیم. چرا اینجا جمع شدیم که بگم بهتون که این یک مکانیزمی که میبینه تبعات داره، در نهایت تبعات این نوع استفاده از این مکانیزم رو اصطلاحا تو پس میدی. یعنی اگه طرف سکوت هم کنه تو 24 ساعت سرش داد بزنی، این به معنای این نیست که طرف چقدر فهمیده است، طرف چقدر آغاز، طرف چقدر جان جان اما ما چجوری میتونیم موضوع مثلا بدونه که اصلا درد من نمیگم کنار بیای پریسا، من میگم فردا برو طلباتو بگی. خب من بحثم این نیست، من بحثم اینه که چیکار کنیم که پریسا کاری نکنه خب که چرخه رو به سمتی ببره که در نهایت اون واقعیت که همانا خیانت منه که اتفاق افتاده. مگه نیفتاده؟ افتاده دیگه، تو که جلوشو نمیتونی بگیری با خشمت. نمیگم هم خشمگین نباش، اتفاقا میگم در اوج عصبانیت باش. ولی از کدوم مکانیزم میخوای استفاده کنی؟ میتونی بری پیش خودت بگی که آره یه اشتباهی کرده، ببین یه اشتباهی کرد، یه غلطی کرد، یه بچگی کرد، جوونی کرد، حالا درست میشه. چی رو داری که اتمام میکنی در این که من به قوه یارم خیانت کارم؟ یعنی الان انجام دادم، تو داری خودت میدونی اینقدر داری خودت قانع میکنی که من دیگه این کار رو نخواهم کرد، در حالی که چه اتفاقی میفته؟ دوباره میری سورپرایز میشی. متوجه از این شدی؟ آفرین. دین در نهایت یا میتونی هزار مکانیزم دیگه بزنی، مثال بزن از مکانیزم دیگرش، یا این کارش کنی. گفت که منو چیز کنی. من که میتونی آقای برد بازی کنی، یعنی پریسا رفت شما خیلی. آره شما که برد اومد چه کار کنی؟ دادن برد اومد چه نه من اصل داستان بیرم، اصلش قسمتی که میگه این کارا رو بدونید که چی به کجا ختم میشه. چی کار کنیش خیلی ساده است اتفاقا. بگو پریسا. سلام، یه چیزی میخواستم بگم. ببین یه پسر بود تو دانشگاه، من همیشه کوچولو ازش خوشم اومد و اینا، بعد امروز دیدیمش یه کوچولو من دست از پا خطا کرد. دست چه با کنش خشم بینه دیگه اینش دارم خشم بینه دیگه اینش دارم خشم بینه دیگه اینش دارم. یه چیز شبیه اینه دیگه مثلا اینکه من از آقا خوش نگرفتم چه میگم مثلا حالا اب نداره همین چیزی که گفتی هم من قبول میکنم ازت. خب چی گفتی پریسا؟ یه بار دیگه بگو. اینکه یه پسر بود همچه که دانشگاه خوشم نمیدونه ازش. این شیوه منه، آره شما به شیوه مختلف اینو بدید، ولی من سعی میکنم از اون استفاده نکنم. بعد امروز دیدمش که من تخت رو گرفت و اینا باید دیگه ایتم صحبت کردیم بعد دیگه سیجوری که شما که نباید دستم که ننداختی ها؟ برم توضیح میدی چی شد؟ جان؟ عصبانی هم، من باید عصبانی باشم مثلا، عصبانی هم دیگه، ولی من تنبیه میکنم طرف همون؟ نه خیلی بری داره قبول دارم، نه من عصبانی هم، من فقط دیگه تنبیهش نمی کنم اون لحظه، من تنبیهی ندارم برای پریسا. خب در هر حال این پریسا تو خیلی کنی نمی کنه، من خشمگینم از دستش. حالا حتی من ذاتن این شکلی هم، حالا شاید یه آدم دیگه بود خیلی پخته تیزتر بود، یعنی شبیه تر اون چیزی که شما میخوان. من عموما تو زندگی اینطوری هستم اصلا. حالا خیلی برام سخته که بخوام نقش یه آدمی که مثلا بالا پایین داره رو بازی کنم، ولی خب باشه اب نداره، همین تیکش هم میرم. خب بریم برای شما الان توضیح میدی چی شد؟ برای چی نتفاق افتاد؟ هیچی، امروز داشتم همجوری راه میرفتم، بعد یه دیدم سلام کردیم و
بعد من دعوت کردم باش قهوه بخورم، گفتم خود تو که همون نایمدی من هم خونه کاری ندارم، برم خونه رو که قهوه بخورم. در به خدا بگم که هم چیز قراره پیش بیاد، اصلا خودش شروع کرد چون اگه اومده که هم نزدیک تر شده. من میدونی که من با این موضوع کنار نمیام فکسا؟ داشتم امیدوار بودم که بتونم دلخش رو کنار بیارم. نه من نمیتونم راجع به صحبت کنم، راجع به نمیتونم کنم. به نظر من کسی که این کارو کنه دیگه رابطه بین ما وجود نداره. یه لحظه اشتباه کردم. اوکی من میرسم به این قضیه، یه لحظه اشتباه کردیم. حالا میتونیم بازم ادامهش بدیم تا تا ببینیم به کجا ختم شد. ولی ببینید یعنی چی؟ یعنی شما فردا سه سلاتتون وارد میشم به بحثا. ببین وارد میشین که من این دارم اعلام میکنم که من با این موضوع کنار نمیام. من خشمم رو، من موضعم رو، من چارچوبم رو در خصوص این رفتار پریسا دارم تعیین میکنم، ولی نگاه نمیزنمش، تحقیرش نمیکنم، نمیگم خاک تو سر، خاک تو سر من که تو این رابطه موندم. نمیام داد بیدار کنم، نمیام بگم که میدونید عصبانیش هم کمربند هم در رفت بشتم به جونش. یا چه زیر شما رو بگیم؟ ببخشید یه دادی سرش میزدید شاید قضیه تموم شد. نه تموم شد بازم مسئله داره. ایشون یه بار خیانت کرده، کی به من تضمین میده دیگه نمیکنه؟ باید بدن بشه فرصت. شما خودتون گفتید توی یکی از جلسات که بذارید اون تکانه خالی بشه. خب همون بحث همینه، تکانه من همینه. میدونی شاید عرض کردم، گفتم من یه آدم این تیپی هم، کسی تکانه هم من ندیده توی این مثلا چند سال. خب حالا ولی اصل داستان اینه، میگم ببین یه پروسه‌ای وجود داره. تو میگی منم انکار کنیم، همه دوستان الان اینجا نشستن همشون دارن از اون مکانیزم استفاده میکنن. یکی میگه بهش فرصت بده، فرصت بدم که بشی بره دوباره خیانت کنه. ببین اینکه میگی شاید این داره چیکارش میکنی؟ کوچیکه. کوچیکه یعنی پس مسئله بزرگی نیست، مسئله به شدت کوچیکیه، میشه دوباره بهش پرداختی که کسی چی میگه؟ رابطه شون چه چیزهایی که اون بگیرن؟ اتفاقا من میخوام اینو بگم، اصلا همه داستان منه. الان شما داری منطقی نگاش میکنید، دوچاره چی میشین؟ عقلانی سازی. من خیلی راحت میگم که من با این قضیه نمیتونم کنار بیام، به نظرم این مدت هم دیگر نبینیم برای 3-4 روز تا من برم فکر کنم، حالا هر قرارتی میخوام کنم بکنم دیگه، یه فکر بکنم. اما اصل داستان اینه، من میگم تک تک ذهن دوستانتون رو درگیر چی میشه؟ همشون دوچار اون خطاها میشن بلا استثناء. به خاطر اینه میگم مهارت کنار گذاشتنش. شما میگی من چجوری باشم؟ من آخه بخوام بازی کنم، من خودم میتونم بازی کنم، کسی که نمیتونم بازی کنم که. منم چه آدم میام واقعا، مگه کسی نمیخواد خیانتم کنه؟ همه احساس میکنن چه کمی گذاشتم برای طرف مقابلشون که این کارو کرد. همین کمیه من میخوام بگم باز کدوم مکانیزمه؟ آفرین، تو مقصری مگه طرف رفت خیانت کرده؟ تو چه مقصری بابت خیانت؟ مثلا من چه مقصری تقصیر دارم بابت خیانت که پرسه کردم؟ نه نه بخش پر ندارم، برای که درگیر این دکانیست هایی که اینجا نوشتم نشم. چرا واقعا هم شاید در مقابل خیانت طرف مقصر باشه، ولی تو ریاکشنه مهمه که چه جوری نشون داره. چه تو چه عملی داره؟ من اگر بزنم پریسا رو قبولش کنم، اگه دلش پیش اون آدم باشه چه تأثیری تو رابطه من باشه؟ شاید دلش پیش اون نیست. شما باز میگی شاید، یعنی باز تو ترجیح میدی خیلی مثبت ببینیش. من میگم چرا ما ترجیح میدیم یه سمتی ببینیم؟ چرا نمیخوایم واقعی ببینیمش موضوع رو؟ موضوع چی؟ ببخشید. موضوع خیانته. خیانت مسئله بزرگیه. اصلا مسئله کوچیکی نیست. چیزی نیست کوچیکش کنیم، فرصت مجدد بدیم، فلان کنیم. نمیگم ندیم ها. ولی کوچیک دیدنش؟ آخه استاد این چیزی که شما دارین میگین، آدم با یه کسی که مثلا الان هیچ ارتباطی باهاش نداره، هیچ احساسی نسبت بهش نداره، چه میتونه اینجوری برخورد کنه؟ آخه طرف واقعا از ته دل دوستش داری و حالا یهو بعد تصمیم میگیری که ولش کنی، خب این اصلا چیزی نیست. نگفتم ولش کن. من میگم واقعیت رو ببین، انتخاب کن باش باشی. خب جوری میتونم باش باشم که حداقل دقت کنم چه ببین باشم. من میگم تو یه جوری میخوای باشی که دوست داری اینجوری که تو میخوای برنامه‌ریزی کنی دیگه. تو میگی من اینجوری میخوام برنامه‌ریزی کنم، اینجوری میخوام زندگی کنم. من میگم تو نمیتونی دنیا رو اینجوری مدیریت کنی. دنیا اونجوری سرت میاد که خودش میخواد، به تو رد نگاه نمیکنه. تو میتونی فکر کنی که این آخرین بارش بود، میری دوباره سورپرایز میشی. بعد چیکار میکنی؟ شاید دوستش نشه، بهش نیاز داری. جان؟ شما باز داری منطقی نگاش میکنی.
چون مکانیزمت منطقی دیدن قضیه است. من میگم خود منطقی دیدن هم یه آفته. منطقی وجود نداره. آقا واقعیت دنیا خیانت کرده دیگه. غیر از این که نیست که. در حال اگه ایشون ناراحت من اگه ناراحت میشم از خیانت ایشون یعنی چه حسی دارم بهش؟ نمیتونم منکرش بشم. نه وقتی منطقی نگاهش میکنی که چرا نمیتونم ولش کنم؟ نه اینجوری که کسی نمیگه که. تو الان بالغانه داری نگاش میکنی، تو اصلا حرف از نیاز رو میزنی، ما تو روابط حرف از نیاز نیست. معمولا تو خیانت فکر میکنی که خیانت این شکلی اجازه نداشت. با چه حقی رفت با یکی دیگه؟ به خودم میگفت راجع جدا میشدیم. خیلی اینجوریه، اینجوری نیست بگی من بهش نیاز دارم، برای چی رفت با یکی دیگه تو موزه زفت که تو رو خدا برگرد، اینجوری نداریم که. نه نه نه، من چون بهش نیاز دارم نمیتونم ول کنم در اثر خیانتی. تو یه میری پیش روانشناس چی میگی؟ قدرت ول کردن ندارم، عصبیه. نه تو داری خیلی بالغانه نگاش میکنی. عموم جامعه، نه تو عموم جامعه عنوانش اینطوری نیست. خیانت که دیگه از خیانت مثلا سخت‌تر شاید با من نباشه، ولی بازم اتفاق میفته که در برابر خیانت قرار میگیریم و انکارش میکنیم. شاید سه بار باید سرمون بیاد تا بفهمیم که واقعا خیانته. اینکه شما میگید که خیانته و همه ما شاید یه جوری این قضیه رو میخوایم کمرنگ کنیم که یه برخورد دیگه بکنیم، مثلا یکیش همین جبرانی که گفتیم، یه جر بحث خانم آقا با هم میکنم آخرش به معاشقه میکشه، یه جوری جبران شده، یا مثلا اصلا کمرنگ میکنیم میزنیم خودشو میزنم به نشیدن، یعنی دیده که مثلا یه اتفاقی افتاده ولی خودشو میزنم به نشیدن. فکر میکنم اول یعنی به پایه تای مشکل اینه که ما برای حفظ اون بازیه که برامون شیرینه اصلا اون قضیه رو نمیبینیم. شما الان میگید خیانت، ولی به شکل چی میگن واقعیش که اتفاق بیفته ما اسم خیانت روش نمیداریم، یعنی نمیخواد ببینیم. نه من اصلا بحثم همینه، میخوام برسم به قسمت سوم حرفم. این که پس ما اصطلاحا یه وضعیت فیزیکی یه وضعیت ذهنی، ما تو وضعیت ذهنیمون درستشو دارم میگم که چیه. شما گفتید در بهترین کشور اروپایی هم نیست، من میخوام بگم اصلا امکان پذیر نیست واسه یه آدم. پس اما واقعیتش چیه؟ واقعیتش میام اول مشخص باشه بعد میرم سراغ چی؟ یه کار نیست این که انتخاب بکنم. میگم که حالا یه هم جلوتر رفتیم دیگه، پس ما فهمیدیم که مکانیسم ها آفته و در این حال که حتی من اعتقاد دارم آفت هم نیست، قسمتی از بازی که شما میگی و اصلا ضامن حیات ماست. یعنی من یاد گرفتم که خشمم رو با توهین و تحقیر مدیریتش کنم. اما یه پیغامه تو موضوعی که پریسا گفت، وقتی من میگم بهتونه کنم چه حسی پیدا میکنی؟ یه دیالوگی اولش رفتی چی ها کردی؟ سرزنش، تحقیر کردن من. بگیم اینجا اون نقطه هست که تو اولین که داری انتخاب میکنی براش یک نقطه ضعف توه و آسیب اصلی زندگی تو از این میخوری. حالا مثال بزنم، دوستمون که امتحان نشسته بود مکانیزم شما منطقی بود دیگه، من میگم در مواجهه با این موضوعات الان رو میشه دیگه، نقطه ضعف شما چیه؟ اولین مکانیزمی که انتخاب میکنی چی بود؟ توجیه عقلانی. و قرار ازش چه اتفاقی بیفته؟ آسیب ببینی. و تا زمانی که تلاشی برای حل این نداشته باشی، من میگم یه زمانی، یه روزی، اسم تو چیه؟ معصومه. قرار از این مکانیزمی آسیب ببینه، نمیدونم چی جوری، ولی میتونم برای تصورش کنم که همه اینقدر که تو میگی منطقی نگاش میکنی قضیه رو، اینجوری باید باشه، اونجوری باید باشه، اینجوری باید باشه. یا پریسا، بزرگترین مکانیزم پریسا چیه؟ تنبیه. پریسا بیشترین مکانیزمش رو تنبیهه. بیشترین چالش تو روابط چیه پریسا؟ نه نه چه چالش بیشتری از همه تو رابطه پیش میاد؟
دعوا دیگه شما هر روز دعوا دارم. هر روز دعوا دارم. پس دعوا نشانه چیه؟ دعوا خودش معناش اینه که پس یه مکانیزمی داره انتخاب میشه که همیشه منجر به چی میشه؟ دعوا. مکانیزم چی بود؟ تنبیه. تنبیه نتیجهش هر روز دعوا هست. اگر تو رابطت هر روز دعوا داری بر سر خشمت، یعنی داری چه اتفاقی میفته؟ آره. اگر توی رابطت هیچ خشمی رو نمیبینی، از چه مکانیزمی داری استفاده میکنی؟ این که تو بری دنبال این مکانیزم و درمانش کنی، وظیفه کیه؟ خودته. نمیتونی انتظار داشته باشی این مکانیزم خودش حل شه. جان؟ درمان 10 جلسه، 15 جلسه؟ خب درمانشه. برای هر کدومش، برای هر مکانیزمی. چرا؟ چون گفتم به مکانیزم اتوماتیک تو انتخاب نکردی، به انتخاب تو نیست. این چی میشه؟ جان؟ کار اصلا دیگه نمیدونیش دیگه. توضیح عقلی باعث میشه که بذاریم مثال سادهشو بزنم دیگه. آقا من آدم خیانتکارم، درسته؟ من خیانت کردم بر فرض. یکی نقشه بگیره تا بتونیم چیز کنیم. اون فرجاسا پریسا چیز شده؟ من مدرسه سازی میکنم. خب من خب آفتش چی میشه واقعا؟ آقا من خیانت کردم، میام مثلا موچمو گرفته یکی از خانوما، کی بود تو موچ منو گرفتی؟ خب سوال از چه شروع کنم که میدونم شما؟ آره، از اینکه مثلا من شب اومدم خونه، تو خبر داری که من مثلا دیشب مثلا بعد یه جور انتقام واقعی سازی چی من تصدیش کنم، مثلا فقط اصابش فکر کنم که من چی کار کردم شب، مثلا پری شب مثلا کم توجهی کردم، بعد از هم میاندم به در چی شد که اینجوری شد؟ چه کمی من داشتم؟ من اومدم حالا بذار برسم تو خونه سلام کنیم. شما الان استیج ذهنی بود. الان میخوایم با من شروع کنیم. آره. این چند روز فکر میکنم برای کمبود گذاشتم. ناراحت گردم که حالا نه میخوام بگم از وقتی شروع میشه یا نه؟ ابدا از هر جا دوست داری شروع کنیم. نه چند ساله میگم نه چند روز شروع کنیم. فرض کن آقا من اولین بار تو زندگیم پس دو روز پیشش مثلا تو از یک کانالی خبر داشت. نه نه ما که زندگیم خیلی راضی هم، خیلی هم خوب عزیزم، همه چی خوب و گل و بلبله. شده از من چند روز ناراحت بشی؟ من باعث ناراحتش شده باشم؟ نه مگه چیزی شده؟ من هم شب یه وقتی من یه کارایی کرده باشم که نه خیالت راحت، اصلاً هیچی نیست، پشت به کوهه. تو ببین تو استیت منطقی میگیری، منم خیلی راحت دارم که اطمینانش میکنم. خیلی زندگی مثلا همون چیزی که میخواستم، همه چی سر جای خودشه، همه چیز خواهد زندگی اون پرفکته. من چرا یه حس زمینه به من میگه که شب همه وقتای این هفته، این یه ماه اخیر خیلی حس با من نبوده. نه اشتباه میکنیم. اتفاق افتاده سر کاره؟ سر کارم نداشت، حس کردم شاید حتی از سر کارت ناراحت باشی. من فکر یه سری مشکلات دارم، یه سری موضوعات هست، ولی نه چیزی نیست که به رابطه من تو آسیب بزنه. ببین تا فردا بعد از ظهرم با این استیت بری جلو. یه سر دیگه میگم دیگه سریعا جان؟ من دارم شک میکنم به موضوع، ولی تو بازم داری منطقی سازی استفاده میکنم. خواستم میکنم بعدش میرم تو تنبیه. جان؟ در واقع تجربه کردم شده همه این سازش رو بکنی، چون من خودم علاقه سیاهم دارم انجام شده. بچی شد؟ ها؟ شد، تمام شد، چی شد؟ آها. من با تصمیمی که میگیرید مشکلی ندارم. حرف من همش یه چیزه. ما یه مکانیزمی برای ندیده. اولش کردم. اول انکار بود. آفرین. بعد از انکار شما اول انکار کردم، بعد عصبانی شدم. بعد دیگه که بزرگتر گفتم، اونم از من خواست انکار کنم. بعد من سالهای سالی اونجور انکار کردم. خواستم که در اینم بود. بعد از خشمی که در اون آنها که دست ها بگیده برم ایش جانت کنم جبران بشه این رو نتونستم بکنم، جبران نشد، بازده همیشه مسئول شدم. بعد با خودش مشکل پیدا کردم که مثلا این کارا رو میکرد. بعد کم کم دیدم که مثلا به من بیفرده بوده، به خواسته های من بیفرده
ولی اشتباه دوباره کردم، ابراز نکردم خواسته هامون. بیشتر مشکل بزرگی که ابراز نمی کنم خواسته با شما، که طرف مقابل ذهنش که ذهن تو نیست که بدون تو چی میخواد. یه زمانی رسید که توی رابطه همون همه چی اوکی، همه خوب بود، همه چی به ظاهر میگن تو که خیلی گل و گل گله، هم میگن با با چه خبره. بعد یه روز واقعا صبرم تموم شد که اون دقیقه یه رو شما گفتم که طرف هم بود چه بهشتم چرا تبدیل به جهنم شد، چی شد، یه رابطه کجای رابطه اشتباه شد. بعد اون برای تنبیه من که بهشتش رو تبدیل به جهنم کرده بودم منو ترک کرد، که در واقع این از اون سالهای قبلی بود که مثلا اون ناراحتی حاصل از خیانت تو ذهن من بود و اصلا خواسته شده بود که خاموشش کنم، اصلا خواسته شده بود که بیانش نکنم، ولی تو ذهن من مونده بود همین بود. ببخشید من اینقدر ریکارد رو کم حوالی سدید بودم که این هیچ وقت نباید به خیانت تو ذهن نگه داری یا مخفیش کنی، که اگه همون زمان همه چی رو اگه اجازه بهم داده میشد و اون حالت سنتی خانواده و فامیل و ترس از وحشت دیگران چی میگن و چرا اینجوری شد و آبرون رفت و اینا رو من میذاشتم کنار و تقسیم جلوی که گرفته بودم و قطعی میکردم، الان مثلا سرخورده نبودم و میگفتم چرا به این خیانت شد. و دوباره اون خیانت رو بازم دیدم، حتی در فرایند طلاق که من باز بهش پابند بودم تا طلاق تموم شه، باز اون در حین طلاق، یعنی هنوز طلاق یک ماه مثلا تموم نشده، رفتی که دیگر بدا کرد دوباره باش ازدواج کرد و هنچه موده بودم گفتم چطوری هنوز فرآیند طلاق تموم نشده. و من دیدم این مکانیسم خیانت ادامه داره. من آفرین، من میگه شما مکانیسمی نبود اینجا استفاده نکرده باشین از انکار و از بحران و از همه ما همینیم، همه ما برای فرار از واقعیتی که خشم ما رو داره بیرون میاره همون همین کارا رو میکنیم. و اصل داستانی که خب حالا چه کار کنیم، من میگم ببین اصلا کاری نمیخواد کنی، تو دست از همینا بردار انگار کارو درست انجام بدی. جایگزین نداره، بذار اینجوری بگم، تو انکار نکن واقعیت رو، تنبیه نکن طرفت رو، تحقیر نکن طرفت رو، دوستی آدم بالا چی کار میکنه؟ چه میدونم که من میدونم؟ آدم میدونم ولی من معمولا این طوری اونی که حرف نمیزنه بعد از اینکه میخواد درمان بشه دیگه طغیان میکنه، اون که طغیانگر رو ساکت میشه، ولی میشه که اونو حتی وسط تصمیمتو بگی، تصمیمتو بگی، منظور اینه؟ بریم، من میخوام یا کنار بیا یا کات کن؟ من میگم واقعیت دنیای بیرون، من میفهمم همه ما دوست داریم واقعیت رو تحریفش کنیم و اونجوری که هست نبینیم. مثل موضوع خیانت یه عده دوستان گفتن که حالا یه فرصت دوباره بده، یه عده دیگه از دوستان گفتن که حالا چیز مهمی نیست، اصلا شاید بخوام بمونیم، یه عده دوستان منطقیش کردن، یه عده دوستان جبرانش کردن. من میگم که واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اون آدم به تو خیانت کرده و به احتمال زیاد دوباره خیانت هم خواهد کرد. باز میگم شاید، میگم نمیگم هست، من همینطوره، من میگم این میل من به ندیدن این موضوعه. حالا من چیکار کنم که تو زمان راه کنه نباشه؟ باش با طرفت حرف بزن، با هیچ کنوم از این پیش فرضها حرف بزن، نه با میل به تنبیه طرفه حرف بزن، نه با توجیهش. مثلا چجوری حرف بزنیم که اون ده تا نشه؟ مثلا نمیشه رول پلی. این مثال بزنیم. ببین آخه من وقتی مثالش هم میزنم میگیم که این اروپایی اینجایی نیست. این اصل داستان. خب شما خود هم بزنید. یک از مثلا خشمتون بیشتر باشه چجوری کنترل کنید؟ همون مثلا خشم بیشتر باشه چجوری کنترل کنید؟ خیلی راحت، خیلی خشک میشه قضیه. باشه باشه صحبت میگی. آخه خشم میگی خشمت طبیعتاً باید باشه. من بازم میگم خشمت باشه. من اصلا گفتم اینا که من گفتم خشمه. نه من این همه اصرار برای انجام ندادن این نقطه دهتا برای چیه؟ نه اصلا اینو من نمیدیم آستا، شما راحت باشید دیگه، مثلا من پس کنم تو به من خیلی کردی؟ خانمیت معذب نیستی با یه خانمی دیاره انجام بدی بفهمی چه؟ من مشکل ندارم، خیلی یخ برخورد نکنی کم اصلا همه حس بگیری؟ من یه شکل چستم
کاوانه و بدون قضاوت و بازپرسی. من فکر می‌کنم اینم همینطوریه. حالا ممکنه که اصلا خب بخواه همه اونهایی که ما تو این ابزارها رو از توش حذف کنیم، اینا ابزارهای ماست برای تعریف دنیا. وقتی اینا رو حذف کنیم اصلا لحنت شکل بازپرسی میگیره بدون قضاوت. بازپرسی نباشه ولی بدون بازپرسی شکل کنجکاویه بدون قضاوت اتفاق میفته. تو ایشون الان مثلا من به شما میگم چرا این کار کردی؟ علتش چی بوده؟ تو من هر چیزی بگم چه کمکی میکنه؟ خب اشتباه کردم، غلط کردم، تکرار نمیشه. اصلا واقعا براتون متاسفم. ها برای متاسفی تو داری از کدوم میشه استفاده میکنی؟ خب بالاخره مثلا من نمیدونم، مثلا من وقتی که حالا توی مورد خیانت و اینا که خب من حتی سنم کمه، ولی خب مثلا من وقتی با پدرم صحبت میکنم، پدر من شروع میکنه دستشو میذاره رو نقطه ضعف من. که من مثلا همین دیشب بهش گفتم پدر من نمیدونم بچه شما چرا اصرار داری سن من که مثلا من 27 سالم، چرا هی میگی 30 سال؟ چرا به من میای هی سعدی تیم میزنی که به من میگی مثلا حالا من تا اینجا مثلا من ارشد خوندم، حالا هنوز فرصت نداشتم کار کنم، چرا فکر میکنی من از این بعد نمیتونم کار بکنم؟ رفلکت من این بود، یعنی فکر میکنم به نظر خودم خواهد نوزه یه تون صدا میره بالا، ولی رفلکت طبیعی من این بود که مؤدبانه تا این حالتی که چیزه دردی نشنوم و در واقع بی احترامی نبینم و نکنم این بوده. آیا غلط این رفلکت من در مقابل این چیزی که خشمی میکنه من؟ تو چرا ناراحت میشه از اینکه پدرت گفته سن زیاده؟ من خب مثلا که اینقدر گفته شده مثلا نمیدونم چراها، مثلا فکر میکنه که وای خیلی دیگه سنت گذشته، وای الان مثلا این چرا تو ناراحت میکنه؟ چرا چون خودم واقعا ناراحتم که خود چرا تا الان اینجوری نبوده، از که این ریشه نبودنه که مثلا این مسئله تو یا مسئله باباته؟ مثلا حرفم خب این بیشتر مسئله منه، ولی خب اون چرا بی... باشه اون بگه اون آدمیه که دوست داره به تو فحش بده، مسئله تو یا مسئله یعنی تو از این موضوع ناراحت میشی؟ خب سوال من دیگه چیه؟ مسئله من هست ولی خب مسئله اونم هست مثلا که الان فرافکنش میکنیم رو طرفت دیگه، یعنی یه قسمتی از مسئله رو بیشترش مسئله منه، چون خب اگه من از یه چیزی مثلا اگه شخص برام مهم نباشه، موضوع مهمی نباشه، مثل وقتی که حالم خوبه یعنی بیش مهمه من چه اصلا مسئله توه. اگه مسئله تو بعد بریم پیش روانشناس حلش کنیم، من نه دستم به پدرت میرسه و نمیتونم تنبیهش کنم، نه جادوگرم که جادوش کنم، نه تصور اینکه پدرتو قابل تغییر غیر ممکنه. هیچ تو مسئله چیه؟ وقتی تو عصبانی از این موضوع الان میرسم قسمت آخر آخرش که من نوعی خشم یعنی چی؟ من از چی خشمگین میشم؟ خشم در بیرون از من وجود داره یا نه در درون منه؟ در درون منه. یه ابتداش گفتم ناعدالتی. ببین چهار تا علمان گفتم خشم حاصل چیه؟ تهدید، حمله، ناعدالتی و یه چیز دیگه چی نوشتم؟ من زمانی که احساس کنم یکی از این اتفاقات افتاده عصبانی میشم. حالا استاندارد شما برای اینو برای همه یکسانه؟ من وقتی که میگیم خیانت من احساس چی میکنم؟ ناامنی میکنم، احساس میکنم ای مثلا پاره تنم رفت، احساس چی میکنم؟ پس تعریف من سوار رو موضوع. وقتی که تو میگی پدر من برمیگرده به این میگه که وقتی سن منو بارا نشون میده، چه چیز در تو تکون میخوره اینجا؟ ناامنیه. پس توی تعریفی از ناامنی یا ناعدالتی داری، اون تعریف تو درسته؟ تعریف تو من چند سالمه اصلا این مهم نباشه، ولی خب من عصبانی میشم. نه مهمه واسه که عصبانی میشی. همون دیگه میگم شاید اصلا از نظر دیگران این چیز مهمه. به دیگران کار ندارم، به نظر تو کار دارم. پس تو واسه این مفهوم مهمه. یه اتفاقی در تو میندازه که برات مهم به راجع بشه. عصبانی میشی، با تمامیت خودت ازش دفاع میکنی و میجنگی سرش. تو میشه بحث سر قسمت اولش. ولی مازو مسئله تو بعد حلش کنی. قرار شدی که به من مهاجرت کنه؟ خب من خیانت هم به شما کردی الان؟ من کردم؟ نه خب من شما خیانت کردم.
دیشب کجا بودی؟ سری منو میفروشن اینا مثلا در حد یه تلفن این در حد یه شب گیر اومدن من یعنی به دو شب هم نمیرسن. خب ببخشید. خب گفتم اینو بگم من با شب رفتم بیرون و هیچ صحبت فقط با هم رفتیم بیرون یه شام خوردیم چی به دیگه نبود فقط میخواستم بدونیم نمیخوام عقل بودم به شوشم به میخواستم بدونیم از وجدان مگه اتفاقی بیرونتون افتاد که احساس گناه کنید؟ نه احساس کردم که نباید باشی رفتم. پس چرا رفتی بیرون باش؟ تو که میدونی این خط قرمز اومده. نمیتونم با این مسئله کنار بیام. شماره طرفو بهم بده. جان من واقعا همینم من نمیدونم چجوری دیگه برات هستم باز من مثلا میخوای باش شاید هم میخواد تو رول قیصر ممکنم؟ نه نه من کار ندارم من فقط میخوام بدونم که اصل حقیقت چی بوده شاید چیزی بیشتر بوده چون خط قرمز منه برای من مهم این خط قرمز و ازتا میخوام کمک کنی که برای من شفاف شه چون اگه برام شفاف نشه موضوع خط برای من به این راحتی ها حل نمیشه نه برای من خیلی حساس برای من قضیه مهمه من کنار نمیام باید میتونی به فرصت فکر کنم که شما رو شبکرم الان دوی من تو موضوع زرفم تو موضوع بزرم ای بدونی من میگم با فرض اینکه همین رو میگی پس به نظر من رابطه ما تو که الان که فکر کنی که شما رو بین بدی پس از دیده من چیزی بیشتر از این حرف هاست تا زمانی که فکر میکنی من به نظرم جدا از هم باشیم من دیگه نمیتونم توی این رابطه که خوش خیانت اتفاق افتاده باشم تا ببینیم بعد چیکار کنیم دیگه با هم بشینیم راجبش صحبت کنیم الان عصبانی هم اصلا ترجیح میدم راجبش صحبت کنم وسایل هم جمع میکنم الان میرم میتونست نگه جان از این حالا دید منطقی تر میتونست نگه سناریو بعدی من پرسیدم دیگه من پرسیدم دیشب کجا بودی دیگه تو ادامه بده تو جاش بازی نه دیگه انکار داری میکنی دیگه شنیدم دیشب چیز بوده؟ دیشب نیومدی چی شد؟ رفتم پیش دوستم آه پیش دوستم تا صبح پیشش بودی درسته؟ آره میشناسیش کیه؟ مهناز شماره مهناز رو بهم میدی زنگ بزنم بهش؟ آره حتما میشم باشم نه نه ببین فرض اینه من مشکوکم به قضیه من مشکوکم به این قضیه به خاطر همین سفت پاش وایسادم اگه هیچی اتفاق نرفته دیگه خب نیفته دیگه تا وقتی گندش داره بیاد که همه بفهمن خب اگه در اتاق بگن که تو به من اعتماد نداری اگه اعتماد داشتی شما رو فلانی رو نمیخواستی این که اولین بار رو بگن این چی مکانیسمیه؟ نه میخوای من دوشاره چی کنی؟ احساس گناه من میخوای در من احساس گناه ایجاد کنی که من منصرف بشم درسته؟ من نوعی نباید از سیر این بازی بشم باید بشم؟ نه من حق خودم میدونم راجع به موضوعی که مربوط به خیانت میشه تو زندگیم کم کارش کنم نه الان میگم فقط اصلا شام خوردم من اطلاعات بیشتری دارم ظاهرن بخاطر همین روش فشار دارم میارم من مشکوکم به این شام خوردنه بالاخره من میدونم یه بیت جان میشه بگید که اون زمانی که تشکل بردید میشه خودتون چه فکرهایی میکنید چه با خودتون چکار؟ ببین اصلا اصل داستان اینه من علت جدا شدنم اینه که یک میخوام که احساسی تصمیم نگیرم اون وقتا دو میخوام اطلاعات جمع کنم مهنازی که گفت شماراشو میرم زنگ میزنم اول مطمئن میشنم که چه اتفاقی افتاده در پروسه چه پروسهی شکل گرفته و نمیخوام تو اون محیط بمونم که نتونه منو دچار احساس گناه کنه نتونه به پدر و مادر و خاله و عمه بگه که به من فشار بیارن نشه که اتفاقی بیفته که من واقعیت رو تحریف کنم میدونی یه اتفاق بزرگی که میفته همینه مثلا همسر خیانت میکنه یه عزیزم و یه بغلم و یه نوازش کوچیک خیلی وقتا تمام میشه
چون خشم دیگه از من ولی خشم ازم میاد بیرون. نه عزیزم چیزی نیست، یه زحمت یوری مثلا نوازش کوچیکی از حضورت میشین میره پی کارش. آقا یه نفر فاکتورش اونور چیکار کنم؟ من میگم نه بعد استاد خیلی فاصله داره من موضوع جالب شده. فرض کنید مهرس شد که این اتفاق افتاده. بله. خشم بله. عصبانی ام؟ بله. من نوعی رو که میگی من آدمی ام که خشمم همینطوریه. ممکنه یه مقدار صدام بالا بره اما فحش نمیدم. تهدید نمیکنم، توهین نمیکنم به طرفم. صدام بالا بره من واقعا نمیتونم تو این رابطه‌ای که دو طرفه هست من تعامل نمی‌کنم و نمی‌مونم و ازش خارج میشم. خب اگه هم طرف دستتون رو بگیره مثلا بخواد بغلتون کنه پس می‌زنید؟ جان آره. شما نه درستش اینه که اینجوری باشی؟ ببین من این بحث درست نداره. ببین چه جوری میگم؟ من میگم تو از این استفاده نکن. استفاده نکن. با چی استفاده بکنی؟ شما اگر واقعا خشمگین باشی اون دست میتونید بپذیرید که بغلت بکنه یا سرش رو سخته. مغایره باید مغایره اصلا نمیشه شما میگید و این بازی طرف در نمیشه باید شما میخواد بازی خوبی یا نه استاد سب کنید دقیقا درسته. اصل داستان چی؟ ببین آقا دنیا رو نباید تحریف کنید. تو میگی من آقا اگر اینجور شد اگر اونجور شد اگر من دوستان رو احساس گناه کرد اگر آمد گفت غلط کردم دیگه نمی کنم اگر آمد گفت فلان میگم این اگر و مگر و اینایی که داری همه بر جهت چیه؟ تحریف. یه تحریفی قرار اتفاق بیفته اون وسط. یه خیانت اتفاق افتاده پس خیانت. حالا میخوای کوچیکش کنی، کمش کنی، کم جلوه بدی. این فرق میکنه داستانش. ببین من میگم تو میتونی از یکی از مکانیزم‌ها انتخاب استفاده کنی. از موضوعم رد شی. کما اینکه هزاران بار رد شده. کما اینکه الان میرسه پس. کما اینکه خیلی این کارو میکنن. ولی میگه مثلا یه سال بعدش دوباره با همین چیز درگیره. میگه یه سال بعدش دوباره با همین موضوع درگیره. بعد یه بارم مثال زدم مشکل ما تو زندگی حقیقت نیست، سورپرایز شدن است. ببین یه مثال زدم سر کلاس فکر می‌کنم تو بودید که ما از سورپرایز جا می‌خوریم، از حقیقت جا نمی‌خوریم. وقتی که فوت مرگ اتفاق می‌افته یه حقیقت دنیا می‌دونیمش. ولی چرا خیانت واسه همه سورپرایزه؟ برای چی؟ چطور اون حقیقته؟ این حقیقت نیست. یعنی اون چرا برای همه نمیاد دیگه؟ مرگ برای همه پیش میاد ولی خیانت برای همه پیش میاد. نه میگم 75% آمارشه. شکست داشتی. تحلیلش میکنی. خب آقا برای 75% شانسی که من در یک 75 برید 25 من میگم اصلا ترس سورپرایز یعنی که اصلا صفر لحاظ میکنه. میگه آقا شانس خیانت صفر. شانس زندگی پر از گل و بلبل صد. این تعریف واقعیت دیگه. اینجاست که تو سورپرایز میشی. اینجاست که من میگه طرف به من دروغ گفت. چرا دروغ گفت؟ خب اینجوری همش آدم احساس ناامنی داره. من هر چیز تو میگی من احساس ناامنی میکنم. میگم واقعیت دنیا اینه. چرا از مرگ احساس ناامنی نمیکنی؟ چرا احساس میکنی هر روز ممکنه بیفتی بمیری؟ اونم تعریف میکنم. چرا؟ من یکی اونم تعریف. من میگم نه تعریف نمیکنم. دور ممکنه ببینیش. درسته هر روز بهش فکر نکنی. ولی به عنوان یه واقعیت دنیا پذیرفتیش. از کی؟ از 7 سالگی پذیرفتی. اینقدر واقعیه. نمیگم ناراحت نمیشی وقتی اتفاق افتاد ولی این بارم دوستان گفتم چه هر روز سوگواری داره دیگه غیر از این که نیست که ولی طرف برای بحث خیانت میگم آقا 40 سال توی ذهنشه پس من میگم یه چیزی ایراد داره دیگه یک تحریفی در دنیای واقعی اتفاق افتاده که تو نمیتونی باش کنار بیاد دوستان یعنی باید میشه مشاوره و اگر این مسئله مثلا تحریفش میکنه باید... اگر من تلاش زیادی میکنم همه اینا رو نوشتم که بگم اگه من تلاش زیادی برای استفاده از یکی از مکانیزم‌ها دارم کمی که همینجا هم جمع اگه دقت کنی مقاومت زیادی داره واسش درد میکنی؟ فشار زیادی به من میاره که استاد تو اشتباه فکر میکنی اینجوری نیست استاد درستش یکی از هم اوناست آره دیگه چون ما از یکی از اونا داریم استفاده میکنیم مجبوره درست یکی از اونا باشه دیگه اگه غلط باشه تکلیف چیه؟ اون فردی که میاد اصلا توقع داره به فرض اگه یک فرد خیانت کرده توقع داره که اون نرمو ببینه اگه اون نرمو نبینه یک با یه حالت غیر عادی مواجه میشه یه جوریه ببینید شاید ادای داد زدن هم آدم در بیاره اما داده رو میخواد بزنه میدونید چون نرمه چون ما دوست داریم که مثل نرم رفتار بکنیم
میفهمم، اما هدفمون از مثل نرم رفتار کردن چیه؟ ما تو این جامعه است، مثلا انگلیسی ها یکی بمیره مثل ما شیون نمی کنم، ولی ما مثلا توی یه قسمت از کشور ما انقدر خودشو میکنه صورتش. این نرم مثلا تو جامعه ما تعریف شده، ولی یه مثال میزنم، حالا این بد دارم بگم، نرم در یک کشور جهان سومی چه مشکلات و موضوع این ما آمارایی که داریم میشه از 70-80% جوانها در یک سال گذشته تجربه شکست عاطفی داشتن. این نرم فرست شد، ولی وقتی از هر کی میپرسی چقدر شانس اینو میده که با طرف مقابلش تا آخر عمر زندگی کنه، همه 100% هم اصلا اگه فکر کنم 20% اگه فکر کنم 20% که اصلا نمیمونم تو رابطه. میگم آقا نرم جامعه 75-35 به 25. پس مشکل کجاست؟ مشکل کدوم قسمته؟ من میگم ممکنه همه جامعه تلاش یک پارچه و یک دست برای تحریف واقعیت یک رابطه میکنه، خب بکنه، ما هم باید همگام با اون بریم؟ میتونی انتخاب کنی بری یا، ولی اگه سورپرایز شدی تکلیف چی پس؟ سورپرایز شدی بپذیر دیگه، سورپرایزی هم داره. من اگه فکر کنم که خیلی خیلی دوره، اتفاق نمیفته، محاله، هیچ وقت سورپرایز نمیشم. یعنی شما میگین که توی مواجهه با یه همچین موضوعی اولا که ما اصلا این احتمال رو بدیم خیانت ممکنه. من میگم اصلا بحث احتمال نیست، تو مثل چیه؟ مثل دنیاست. تو به محض اینکه متولد میشی این احتمال رو میدی که یه روز بمیری، اصلا احتمال نه، یقین داری یه روز میمیری. من میگم تو وارد هر رابطه میشی باید این فکر کنی که این رابطه یه روز تمام بشه. خب بعد اگر واقعا یه روز این اتفاق افتاد و مواجه شدیم باش، خب برامون 100% شده. خب یعنی با اون آدم نمیدونم، یعنی که مثلا انتخاب خودمونه دیگه از اون به بعدش که حالا ما با اون ادامه بدیم یا نه. آره تو میتونی مثلا بگی من اصلا خیانت کردم، باشه بشین فرصت رو میدم دوباره با هم زندگی کنیم، ولی این دوباره خیانت کرد بعد تو گوشه ذهنم داشته باشم با واقعیت اینه که یه بار کرده، میفهمی منظورم چیه؟ حالا تو میتونی انکار کن، میتونی خشم تو سرش با داغ خالی کن، میتونی چشاشو در بیاری، میتونی دست پاشو ببری. میتونم خیانت برای من خیلی سنگینه، خب تمومش کنم، و اگر احساس میکنم میتونم یه جوری جمع و جورش بکنم توی زندگی اون آدم رو، چه میدونم حالا مهارش بکنم که این کارو نکنه، ادامه بدم. نه حالا عرضم اینه، اگر که در تو در تعارض با من به شما خشمگینی و در راستای خشم از یک از این مکانیسم‌ها استفاده می‌کنی و نمیتونی استفاده نکنی، یعنی چی؟ یعنی قبولش نکردی. من میگم تو یه تعارض بزرگ داری، همون حرفشو دیده، نقطه ضعفته و قراره چی بشه؟ ازش آسیب ببینی. من نه قیبگوام نه پیشگو، ولی میگم که این اتفاق واسه حتما میفته. خشمگین میشی؟ نمیتونی یکی از اون مکانیسم نمیتونی رو کنار بذاری، حتما متوسل به یکیش میشی، اون یکیه همون نقطه ضعفته، اون یکیه به آسیب میزنه. در جریان هستی؟ عشق ترس رها شدن، وقتی که این ترس رها بشی به قول دوستان همون لحظه که طرف داره بی بازی در میاره که تو اولش میبوسده تموم میشه کار، ولی بعد دوباره اون داستان اتفاق میفته چون شما بازیشو خوردید و خشم تو ندید. دقیقا، من خشم رو ندیدم، طرف اون لحظه ترسیدم از اینکه منو ول کنه چون خیانت کرده دیگه، درسته؟ خیانت اینکه میخواد منو ول کنه. حاضرم، حالا میگیم دیگه، حاضرم هر جور باجی بدم که برا رها نکنه. یه وقتا میخواد از اون رها کنی، بعضی مثل شما که همه جمع میشن که نذارن که رها کنی، این هم اتفاق قبول دارم، ولی اون هم انداختن بار تصمیم که میخوام بگیرم رو دوش کیه؟ دیگران. بازم من احساس خوبی دارم، من میخواستم برام بقیه نذاشتن، چون اگه من فکر کنم خودم مرزه نداشتم، خودم نتونستم رها کنم، خودم نتونستم کنار بیام، خب به فشار میاد، درد میکشم. راست میگی، آدم دوست نداره فکر کنه که محکومه. ببین اصلا من میگم همیشه ما مقصریم. ببین چجوری بگم، البته اگه دنبال مقصر میگردی یا ولی وقتی من نگاه میکنم مثلا یه مسئله ای داریم، میدونی من یه مسئله ای دارم که اجازه میدم دیگران به جام تصمیم بگیرن و من تن میدم به تصمیمشون. چرا تن میدی؟ راجب همه موضوعات تن میدی یا همین موضوع فقط؟ راجب همه موضوعات تن میدی به تصمیم موضوع تنها و بیش سفیده یا فقط همین موضوعه؟ پس یه چیزی ایراد داره دیگه، چون تو بقیه جا تن نمیدی. اینجا صلاحته که تن بدی. بریم آره، ما یاد میگیریم با آدم های مختلف
بروزش رو میگیری، درسته؟ ما معمولاً از خشم به عنوان ابزار هم استفاده میکنیم. برای چی کردن؟ مدیریت کردن دیگران. آفرین، کنترل. اگر که و این تو بافت ماست. من چون یه کاری انجام بدم، من مخشوم خشمگین شدم. من از ابزارهایی که دارم ممکنه استفاده کنم برای مدیریت کردن رفتار شما. یعنی چیکار میکنم؟ میگم که چیکار کردی؟ با اجازه کی این کارو کردی؟ دارم همزمان دو تا کار میکنم. یک خشمم نشون میدم، یک کار دیگه اون زیر دارم میکنم. آره، دارم همزمان برات حد و مرز و چارچوبی همون ته تعریف میکنم با چی؟ با استفاده از خشمم. یعنی که با اجازه کی تو بعد اجازه میگرفتی؟ چه اجازه نگرفتی بود؟ خب این خودش برای چیه؟ برای کنترل کردن یه رابطه است. من میخوام تلاش کنم یه چارچوبی توش قرار بدم. یعنی غلطه که آدم بخواد چارچوب تعیین کنه؟ برای خودت ایراد نداره، ولی برای طرف مقابلت. خب چرا وقتی آدما بخوان با هم دیگه باشن تو نمیتونی واسش تعریف کنی؟ تو میتونی چارچوب تو پیشنهاد بدی، طرف میتونه قبول کنه میتونه. آیا در واقع به صورت کنار اومدنی من برای خودم میتونم قاعده تعریف کنم. من نمیتونم شما رو بگم سر ساعت 10 خونه باش. چرا بگم اگه میخوای شوهر من باشه بس دفت میکنی؟ اینو میتونی بگی. و اگه طرف گفت نه میشه بگیر این کنی؟ مثلا میگه ما جرعتش نداریم، من میخوام به طرفم بگم سر ساعت 10 خونه باش. خب ولی اگه بهش بگم چیکار میکنه؟ قبول نمیکنه. بعد متوسط به چی میشم؟ یه چیزای دیگه. ساعت 10 شب بعد با کی؟ با کی؟ با کی میچرخی که ده به بعد میاد؟ تو هیچ مسئولیت در قبال خونه نداری؟ احساس گناه. من بالاخره متمثل میشم دیگه به ابزارها و مکانیزمهای مختلف. چون نمیخوام طرف رو برکنم. با زور میخوایی نگرش داری دیگه. اگه مسئله من بزرگ بشه خیانت نباشه، خشمهای مطمئنه، اونا را چجوری باید ابراز کنیم؟ چون الان شما اوج خشم و اینجوری نشون دادیم، حالا اگه اینقدی بود چی کار باید بکنیم؟ من همه هدفم اینه، من حتی تمرکزم رو ابرازش نیست، تمرکزم رو استفاده تو از سلاح هاست یا ابزارها یا مکانیست هایی که برای اون خشم بود استفاده خواست خشم هایی بود؟ مثلا چی؟ مثلا این خشم هایی نداره شو این رفعه چی شد؟ مثلا سر ساعت هایی بود نداره سر ساعت بعد، هم بحثم سر همینه. ببین یه چارچوبی وجود داره، درسته؟ من احساس ناامنی کردم، یه سر تخمین داشتم. خب چیکار میکنی باهاش؟ مکانیزم عادی اینه که قهر میکنم. تنبیهش میکنی؟ خب الان میخوام این کارو نکنم. اولم تشخیص دادم که تشخیصم، بعدم اول مکانیزمم تشخیص دادم که قهر قهر نمیکنه. اونایی که میخوان از خشمشون یه وسیله بسازن برای کنترل شما، اونا چی؟ الان میرسم بهش. بذار این موضوع رو بگم که اینطوری توضیح کوچیکش بدم. ببین داستان اینه که فرق نمیکنه خشم اینجا باشه یا اینجا باشه. خب من همه حرفم اینه، تو خشم تو باید نشون طرفت بدی، با اینا استفاده نکن. حتی اگر داد من میگم دوستا که گفت داد زدم، من میگم اگه داد زدن تو نرمه و تنبیه محسوب نمیشه، از دید من به نظر من ایرادی نداره. نرمه و تنبیه محسوب مثلا من همین امروز اومدم این کارو نکنم، دقیقاً انکار کردم. اصلا تو همین الان مثلا طرف من نمیدونه که یه ساعت بیرون میدونه کلا که من آدمی ام که آن تایم ام، ولی اصلا نفهمید که من امروز ناراحت شدم. از یه مکانیزم دیگه استفاده میکنم. نه بسخت میکنم، چرا نفهم؟ من عصبانی نمیتونم. من اینو بی احترامی به خودم میدونم دیگه اومدن. تو فکر میکنی تو همه من بی ارزشه که دیگه میگه؟ چرا نگی؟ همین چیه؟ چیکارش کنیم؟ دارم بزنیم. خب آسان اگه سر پنجه بار دیگه هم دیگه اومدن نفهم میدیم. من حرفم اینه. آفره تو دادم بزن. چی میشه؟ حالا داد بزن. صدات هم ببر بالا. چی میشه؟ خب مثلا وقتی که چه من دارم یه چیزی میگم و مثلا مادر من نشسته کنار رو فکر میکنه این حرف من اشتباهه، مثلا تون صدای من داره میره بالا، هی دست منو میکشه، میگم ای چیه دیگه، چیکار مگه دارم میکنم؟ بعد خب این الان مثلا مکانیزم خشم اشتباهه چیه؟ دست تو من فکرم کار درسته ها، اشتباه نیست، ولی اگه دست تو کشیدی درسته؟ میخوام مثال واقعی میخوام صادقانه بهم بگی و مادرت رفی گوشه نشست گریه کرد، چه حسی پیدا میکنه؟ چرا؟ مگه حق خودت نمیدونی این رفتار رو؟ مگه رفتاری که انجام دادی از دید تو درست نیست؟ چرا؟ پس چه دوشو احساس کنه بشی؟ من میگم برای من میگی درست ها، خودت قبولش نداری. تو
تو خودت اینو تنبیه میدونی و اگه اون بره گریه کنه گریهش رو نتیجه تنبیه خودت میدونی، به خاطر همینه که دچار احساس گناه میشی. پس به خاطر این نمیگم که آنچه که در لایه بالا نشون ماها میدی واقعیت قضیه نیست. چرا؟ چون بهت میگم که اگر حق توه پس چرا دچار احساس گناه میشی برای ابراز حقه؟ مگه بعد بشه آدم وقتی حقشو میده یا حقشو میگیره دچار احساس گناه میشه؟ بچه‌ها داشتن رول بازی می‌کردن، یه جور شما گفتین که چه همه هم دو روزه یه دنیا من می‌ذارن کنار. اینم یه جور ابراز خشم بود. حالا اینجا که حالا شوخی بود، ولی در زندگی واقعی هم می‌تونیم مثلا چه مثلا دقیقه به ساعت هم مثلا فلان کار بود، اینم یه جور تو تنبیه سالم می‌تونه باشه. نه سالم نیست، بازم بستگی داره. تنبیه استهزاء تحقیر کردن چیه؟ یه جوری توصیف حس درونی بود. میتونه. من همه حرفم اینه. از این مکانیزم استفاده نکن. خب البته الان میرسم به فاز آخر صحبت، یه تیکه جمله آخره که میخوام بگم استفاده کن. ولی جان همه همه حرف اونه دیگه. نه بعد مطمئن شی که خیانت کرده یا فقط تو فکر کنی خیانت کرده. پس پروسه رو باید یه جوری متوجه بشی. بله، بالاخره تو این بحث نیست، ولی در هر حال تو باید بفهمی که واقعا اصلا خیانت اتفاق افتاده یا نه، تصور توئه. آقای میرسر بخ. خب چون وقت تمومه من فقط تیکه آخر رو بگم که بعد دیگه بتونیم بحث جمع کنیم. یه چیزی داشت. یه کوچولو بگید. بچه‌ها پرسیدن که مثلا اگر مزارت هایی تر برای شما تموم با اون لحظه یا خشم ادامه داره؟ بستگی با آدمش داره. ببینید من گفت اگه دیر کنه من نمیپذیرم. من میگم ایشون یه آدم بالغه. خب میتونست قبلش زنگ بزنه، میتونست من رو در جریان بذاره که داره دیر میاد، میتونست قول نده بابتش، ولی در هر حال من نمیرسد چون به دیدی بالغ بهش نگاه میکنم سر هیچ موضوعی کوتاه نمیام سر اینجور مواره. نه دیگه به من گفته باشه دیر میام 10 ساعت دیر میام اصلا زنگ بزنه بگه از دید من قرار کنسل شده. اینقدر ابرازش میکنم تو تخلیه شد دیگه کاملا با تو تخلیه میکنه. آره اصلا اصل داستان اینه من باید خشم طرف بدونه و بفهمه مطمئن من از مکانیزمم چی بود از اون سلاح ها. چرا؟ چون در نهایت میخوام به این برسم که اوکی شما خشم رو به طرف منتقل کن و در جریان باشه طرف بگذار به هر قیمتی. حالا میگم بابا همه حرفایی که زدم بریزید دور. چرا میگم بریزید دور؟ میرسم بهش. بریزید دور چون شما در هر حال که از اون مکانیزم رو استفاده میکنید. من برای چی دارم میگم؟ میگم بابا تبعات اون مکانیزم رو بشناس، بدون از چی داری استفاده میکنی. حالا استفاده کرده کنی تو میگی من داد میزنم سرش. ببین میگم که اگه داد زدی تنبیه، طرف عصبانی میشه سرت داد میزنه، با این مسئله مشکل نداری؟ پس این را نداری. حالا خشمتو اینجوری خالی کن. مهم این ما آدمای بالغ باشه. اگر مکانیزم رو انتخاب کردی و در نهایت باش مشکل داری، من میگم که پس تاوانش رو پرد داری پس میدی دیگه، با تاوانش مشکل داری دیگه. من میگم اون نقطه ضعفت برو حلش کن. من کار ندارم عوضش کنم. مکانیزم محصول سالها اصطلاحاً تمرینه که در تو شکل گرفته، ولی تو به نظر من سالم‌تر اینه که نشونش بدی بدونی از چه مکانیزمی انتخاب استفاده میکنی، بدونی که چجوری کنترلش کنی و بدونی که درگیر بازی نشی. اون بازی که اون وسط اتفاق میفته معمولا آسیبزاست. اون حس گناهی که دوستمون گفته که آدم از پا در میاره، متوجه نظرم میشی؟ نشون داره خشم رو نشون میده، خشم رو تو طرف هم نشون بده، بعدش بریم با هم بشین شام بخوریم. شاید بهاش انقدی باشه که رابطه تموم میشه. جان بهاش من نمیگم بهاش این نیست، بهاش اینه که تو حاضری به هر قیمتی تو این رابطه بمونی حتی اگه بتونی ندات کرد. من میگم این بهاش تنگین تره تا جدا شدن. ببخشید اگه ما خشم رو به طرف مقابلمون ابراز کنیم، بعد طرف مقابلمون یه واکنشی نشون بده که خشم ما بیشتر شه، بعد ما ابراز کنیم. ببین من میگم این همون داستانه است. طرف تو ببخش چه مکانیزمی استفاده میکنه؟ جا
جان؟ همون نقطه ضعف از نقطه ضعف داره استفاده میکنه علیهت. اوکی. مثلا برای توی بازی میندازه. هیچ ایرادی نداره. ببین مثلا من الان برای کلاسایی که مثلا مربوط به گفتگوی سازمانیه، اتفاقا میگم وقتی داریم مذاکره میکنی با یه سازمان، مثلا یه قرارداد، شاید لازم باشه که عصبانی کنی، شناسایی کن، عصبانیش کن. ایرادی نداره در واسه منافع طرف بره خودش رو بسازه، ارتقا بده، ایمپروف کنه که عصبانی نشه. تو ربطی نداره. این شاید این حرفش اخلاقی نباشه، ولی حرف من اینه. نقطه ضعف طرف مال طرف به من و شما ربطی نداره. حتی اگه همسن. من میگم تو این عرصه تو باید خودت رو ارتقا بدی. چرا طرف میتونه تو رو عصبانی کنه؟ باید یه کاری میکنه دیگه، درسته؟ از یه چیزی در علیه داره استفاده میکنه. تو مثلا به تنبیه ها حساسی، به تحقیر حساسی. اصلا طرف میدونه که تو رو یه کوچولو تحقیر کنه، برو با اون بابا ماماره، تو به هم میریزی منفجر میشی. اونم جلو تو چه یا مثلا درگیری با تو، ولی اون تش میدونه که داره تو رو مدیریت میکنه. با همین ابزار، با دونستن نقطه ضعف تو تو این پروسه خشم. مثلا فرض کنید یکی از اخبار منو ناقص کرده. خب بعد من خشمم بیشتر ابراز میکنم، ولی اون میاد میگه که نه من هیچ کاری اشتباهی نکردم. خب این الان نقطه ضعف منه. عصبانی میشی؟ من آره بیشتر. اگه میشی نقطه ضعف تو. ببین من میخوام اینو بگم، چرا طرف بپذیره؟ آقا من این چنانتی کردم، اصلا حق خود، اصلا من خیانت کردم. پریسا میاد بهم میگه که برای چی رفتی؟ میگم خوب کردم، دوست داشتم تو بهتره. اوکی، حالا چی؟ میدونی منظورم چیه؟ خوش به حالت خدافظ. آره، اونم میگه خوش به حالت خدافظ دیگه مثلا. نه اون که نمیگه خوش به حالت خدافظ. اون به هم میریزه، ولی میگه من میخوام بگم اون که نمیتونه منو کنترل کنه که. میتونه؟ من که رفتم خیانت کردم، میتونم جوابم اینطوری بدم. آتیشم بگیری. یه کارمونشو به همه تو مثل تو نمیدم. به همه میریزم با این کار. من میگم پس تو بعد تو که نمیتونی بگی من میرم جلسه درمان که شوهرم درمان شه. البته که اعتقاد دارم چرا همچی آدمی انتخاب کردی یا که وارد اون نمیشم. جلسه رسما تمامه دیگه، دارم به اون تذکر کردی میدم. یه چند دقیقه آخرش که چند تا سوال اگه دوستان دارم بردارم. اینو بگیم که کسی هی خشکی میشه. نیاز ها من اینجا کشیدم برات که ما چرا خشکی میشیم. چون احساس تهدید میکنیم، ناامنی میکنیم، ناعدالتی.